صبحتان بخیر. با برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. در نخست طبق معمول مرور داریم بر مهمترین رویدادهای کشور از صفحات خبری. در نخست گزارش را که به خوانش میگیرم از پایگاه خبری آریانا نیوز است. در اینجا نوشته شده که سازمان ملل از طالبان خواست تا حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شود. شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست در مورد افغانستان از طالبان مسلح خواست تا برای تامین صلح حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان شوند. محمود صیقل نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد گفت پیش از این باید به طالبان اجازه داده شود که شانس صلح را از دست دهند، چنانچه در گذشته از دست دادند. در واکنش به ادعای برخی مقام های پاکستانی که گفتند هراس افغانان در کمپ های مهاجران افغانند، بیان داشت که هراس افغانان در خارج از خاک افغانستان لا ندارند، اما اتهام آن به مهاجران افغان است. طالبان اخیراً دو بار از آمریکا خواسته است که با آنان گفتگو کند، اما سازمان ملل متحد به این باور است که گروه طالبان باید با حکومت افغانستان گفتگو کنند، به این دلیل که یک طرف جنگ حکومت است. تاداماچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بیان کرد طالبان استدلال میکنند که طرف مذاکره آنها حکومت افغانستان و دیگر گروه های داخلی این کشور نیست، اما آنها از یاد میبرند که سالانه در درگیری نیروهای امنیتی افغان و طالبان هزاران افغان کشته و یا زخمی میشوند. به باور مقام ها در حکومت افغانستان طالبان می توانند از راه سیاسی رأی شهروندان افغانستان را به دست آورده و از راه قانونی به حکومت برسند. مجددی از رهبران سیاسی کشور خواست تا دست از نجات پرستی بردارند. خبری است که در آریانا نیوز به نشر رسیده است. صبغت الله مجددی یکی از رهبران جهادی کشور از رهبران سیاسی کشور خواست تا از تفرقه پراگنی و تبعیض در برابر یکدیگر دوری کنند و تمام مردم را به یک نظر ببینند. آقای مجددی در مراسم یادبود از شهادت عبدالعلی مزاری یکی از رهبران جهادی پیشین بر وحدت میان افغانستان تاکید کرد و گفت وقتی که ما بودیم همگی یکی بودند. جنرال دوستم هم در پیام وضعیت کشور را بحرانی دانسته و مشارکت اقوام کشور تاکید ورزیده. بابر فرهمن رئیس دفتر جنرال دوستم تصریح کرد حالت در کشور رو به وخامت است. باید در برابر تامین عدالت تلاش کنیم. این کار زمانی ممکن است که نظام باورمند و حق شناس باشد. در همین حال معاون دوم ریاست اجرایی محمد محقق نبود جنرال دوستم را یک خلا در نظام دانست و از حکومت خواست تا زمینه برگشت وی را فراهم کند. در همین حال معاون دوم ریاست اجرایی گفته که اگر خارجیان در این مسئله مداخله می کنند ما برایشان می گوییم که کشور خود را ما خودمان خوب می شناسیم. عبدالعلی مزاری از رهبران جهادی پیشین بود که در سال 1373 به دست طالبان در چهارآسیاب بازداشت شد و در یکی از بخش های غزنی توسط همین گروه کشته شد. هشدار رئیس اجرایی که گفته با معاملات پشت پرده صلح در افغانستان نخواهد آمد، بازم در این مورد آریانا نیوز نوشته. رئیس اجرایی عبدالله هشدار می‌دهد که اگر چند نفری در حکومت با طالبان معاملات پشت پرده انجام دهند، صلح در افغانستان نخواهد آمد. آقای عبدالله در چهارمین مراسم سالیاد مارشال محمد قاسم فهیم تأکید ورزید که حکومت آماده سپردن امتیازهای کمپیشینه برای طالبان است تا این گروه به صلح تن دهند. در این حال عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی نیز پیشنهادی به حکومت ارائه کرد و بیان نمود که امتیازدهی به طالبان باید پس از پیوستن این گروه به صلح باشد. آقای سیاف اصرار نمود برای طالبان پیشکش کنید اما پیش پرداخت نکنید. حکومت در حالی به صلح با طالبان دلگرمی کرده است که پیکارجویان طالب هنوز در میدانهای نبرد با نظامیان کشور درگیرند و هیچ گونه چراغ سبز صلح برای دولت افغانستان نشان ندادند. این در حالی است که حکومت در نشست روند کابل اعلام کرد که حاضر است حتی برای طالبان حزب سیاسی شکل دهد، گذرنامه بدهد و بدون قید و شرط با آنان به مذاکره بپردازد، اما طالبان با انجام چندین حمله ظاهراً به پیشنهادهای دولت پشت و گوش کردند.
حمله انتحاری در غرب کابل دست کم 9 کشته بر جا گذاشت. در این مورد بی بی سی نوشته در حمله انتحاری در غرب کابل دست کم 9 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. صدها تن دیروز برای بزرگداشت سالروز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت ملی جمع شدند. حمله ساعت 11:30 به وقت محلی در نزدیکی همین گردهمایی رخ داد. عبدالعلی مزاری بنیانگذار و نخستین رهبر حزب وحدت اسلامی در ماه حوت سال 1373 در جنوب کابل به دست افراد مسلح گروه طالبان دستگیر و در 22 حوت همان سال کشته شد. مقام های پلیس میگویند که حمله زمانی رخ داده است که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و یکی از رهبران حضارت در حال سخنرانی بود. ارگ ریاست جمهوری حمله به گردهمایی را محکوم کرده است. در پیام ارگ در صفحه رسمی فیسبوکش آمده است هدف قرار دادن مردم و تجمعات آنان جنایت ضد بشری بوده و در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری قرار دارد و عاملین آن مستحق شدیدترین مجازاتند. در پیامی به رسانه‌ها گروه طالبان گفته است که حمله به غرب کابل کار این گروه نبوده است. غرب کابل بیشتر هزاره نشین است و سالانه مراسم یادبود علی عبدالعلی مزاری هم عمدتاً در غرب کابل برگزار می شود. باز هم بی بی سی نوشته در حمله شورشیان در ولایت تخار شماری کشته و زخمی شدند. در حمله شورشیان مسلح به چند پاسگاه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار در شمال شرق افغانستان دست کم 17 نظامی افغان کشته شدند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به بی بی سی گفته است که این درگیری ها ساعت 10 شب گذشته روی داد و در نتیجه آن 10 سرباز پلیس و 7 سرباز ارتش جان خود را از دست دادند و 15 نظامی دیگر افغان زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که 12 پاسگاه پلیس با کنترل افراد این گروه درآمد و دست کم 30 نظامی افغان به شمول 4 فرمانده آنان کشته شدند. باز هم بی بی سی نوشته که تنها رهبر زن افریقا ناچار به استعفا شد. آمنه غریب فخیم رئیس جمهور موریتانی که تنها رهبر زن فعلی در قاره افریقا است در پی افزایش فشارها نسبت به سوء استفاده مالی استعفا می دهد. خانم غریب متهم است که از طریق یک کارت اعتباری که یک مؤسسه خیریه در اختیارش گذاشته بود $1000 برای مصارف شخصی هزینه کرده است. قرار است خانم غریب هفته ی آینده و پس از برگزاری مراسم 50مین سالگرد استقلال موریتانی از مقامش کنارگیری کند. با گزارش خبرگزار رویترز خانم غریب با وجود انکار این اتهام ها تمام مبلغ مورد مناقشه را بازگشتانده است. آمنه غریب فخیم که پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری دانشمندی نامدار محسوب می شد در سال 2015 به این مقام که تا حدود زیادی در ساختار دولت موریتانی تشریفاتی محسوب می شود دست یافت. نخست وزیر موریتانی روز جمعه ضمن علنی کردن تصمیم خانم غریب برای کنارگیری گفت منافع ملی مقدم بر هر چیزی است و من از این که موریتانی یکی از دموکراسی های پویای فعلی در جهان است احساس افتخار می کنم. روزنامه اکسپرس موریتانی در یک سلسله گزارش تحقیقی مدارکی منتشر کرد که مدعی از خانم غریب فخیم با کارت اعتباری که انجمن محیط زیستی در لندن به او داده بود برای خودش لباس و جواهرات و اقلام شخصی خریده. بنابر گزارش این مؤسسه این کارت اعتباری به او در برابر سمت مدیریت بدون حقوقش در این انجمن به او عطا شده بود. یکی از اعضای این انجمن که یک تاجر اهل آنگلاست مطابق گزارش این روزنامه پرداخت صورت حساب‌های کارت اعتباری اهدایی به خانم غریب فخیم را بر عهده گرفته بود و کمی بعد موفق شده بود مجوز تأسیس یک بانک سرمایه گذاری در موریتانی را به دست بیاورد، موضوعی که اتهام راندخاری و پارتی بازی را علیه رئیس جمهور موریتانی برجسته کرده است. جمهوری اسلامی موریتانی در شمال غرب افریقا واقع است و به لحاظ وسعت 11مین کشور بزرگ افریقا محسوب می شود. هواداران آیت الله شیرازی پرچم سفارت ایران در لندن را پایین کشیدند.
چند نفر از هواداران آیت الله صادق شیرازی از مراجع شیعه باب ورود به ساختمان سفارت ایران در لندن پرچم ایران را پایین کشیده و روی بالکن سفارت پرچم خود را بالا کردند. پلیس لندن به بی بی سی فارسی گفت ساعت 4:20 به وقت محلی به آنها گزارش شد که افرادی وارد سفارت شدند و پس از آن ماموران به وضعیت رسیدگی کردند. به گفته پلیس مهاجمان که 4 تن بودند بازداشت شدند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن میگوید این افراد چماق و قمت داشتند. صادق شیرازی از روحانیون منتقد حکومت ایران است و چند روز پیش گزارش شد که حسین شیرازی پسر او بازداشت شده است. با دنبال بازداشت حسین شیرازی در کربلا هم تجمعی در اعتراض به بازداشت او برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید عباس رقچی اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر انگلیس در تهران منتقل کرده و خواهان محافظت کامل پلیس از دیپلمات‌های کشورشان در لندن شدند و برخورد فوری پلیس با مهاجمین را ستایش کردند. آقای قاسمی گفته سفیر بریتانیا در ایران به خاطر این حادثه عذرخواهی رسمی کرده و حضور پلیس لندن در محل را به مقام‌های ایرانی را اطلاع داده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا این اتفاق را رفتار تروریستی توصیف کرده است. قاسم فهد نماینده امور رسانه‌ای آیت الله شیرازی در لندن با بی بی سی فارسی گفت این افراد دوستان آیت الله شیرازی هستند که مستقلا این کار را کردند. او تاکید کرد که این افراد ارتباط سازمانی با آقای شیرازی و نمایندگانش ندارند. آقای فهد گفت که تجمع‌های اعتراضی در چند شهر عراق نیز برگزار شده است و در روزهای آینده نیز اعتراضات مسالمت‌آمیز ادامه پیدا خواهد کرد. مهاجمان و سفارت ایران در لندن پرچم آبی رنگ و عنوان خدا مهدی را بالا بردند. این پرچم متعلق به گروه خدا مهدی است که یک روحانی شیعه به نام یاسر حبیب تأسیس کرده است. آقای حبیب مؤسس تلویزیونی به نام فدک هم هست. این تلویزیون تصاویری از جریان ورود به سفارت ایران و پایین کشیدن پرچم را پخش کرده است. حالا رادیو آزادی چنین به نشر رسانده. صلح و پیشنهاد حکومت به طالبان از مباحث عمده در مراسم یادبود از فهیم و مزاری. پیشنهادهای تازه حکومت برای طالبان از بهره پذیرفتن گفتگوهای صلح از موضوعات مهم سخنرانی اشراق کنندگان در مراسم یاد بود از در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم و کشته شدن عبدالعلی مزاری بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز جمعه پس از اشتراک در مراسم یاد بود از 23 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری در گرد همایی از بهره یاد بود از 4 سالگشت شهادت مارشال محمد قاسم فهیم در کابل برگزار شده بود. پیشنهاد انجام گفتگوهای صلح بی قید و شرط با طالبان را مهم خواند. رئیس جمهور غنی 17 روز پیش از این در دومین نشست پروسه کابل پذیرفتن صلح بی قید و شرط را برای طالبان پیشنهاد کرد و گفت اگر این گروه صلح را بپذیرد به حیث یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته می شود، اما گروه طالبان تا کنون در این باره چیز نگفته است. در این میان اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در روزهای اخیر و در گفتگوی ویژه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که برای رئیس جمهور غنی در پیوند با گفتگوهای صلح با طالبان پیشنهادهایی داشته است. در همین حال عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی که در 4 سالگرد یاد بود از درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم سخنرانی می کرد از پیشنهادهای حکومت افغانستان برای طالبان پشتیبانی کرد و اما با واگذاری مناطق امن برای این گروه مخالفت ورزید. آقای سیاف افزود با پیمانه‌ای که در مخالفت با طالبان جدی بوده است به همان اندازه در آوردن آن به میز گفتگوهای صلح تلاش جدی می‌ورزد. اعلان پاداش 8 میلیون دلاری آمریکا برای پیدا کردن سه رهبر طالبان پاکستانی.
ایالات متحده گفته که برای دریافت اطلاعاتی که با پیدا شدن مکان ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی و دو رهبر دیگر جنگجویانی که گمان می رود در پاکستان باشند منجر شود، پاداشت چند میلیون دلاری را پیشکش می کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه دیروز گفت که پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای دریافت اطلاعات در مورد فضل الله پیشکش می کند. در بیانیه همچنان آمده است که ایالات متحده پاداش تا به 3 میلیون دلار را برای دریافت اطلاعات دو رهبر دیگر وابسته به تحریک طالبان و پاکستان به نام های عبدالولی از گروه جماعت احرار و منگلباغ از گروه لشکر اسلام تعیین کرده است. در بخش از بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که گمان می رود هر یک از این افراد یا مرتکب اعمال تروریستی شده یا اینکه خطر بزرگی ارتکاب چنین اعمال را به بار آوردند که امنیت ایالات متحده و شهروندان را تهدید می کند. دونالد ترامپ ملاقات با رهبر کره شمالی را پذیرفت. رئیس جمهور آمریکا پذیرفته که با رهبر کره شمالی ببیند. از دیدار دو رهبر دیروز نخست یک مقام کره جنوبی خبر داد و امروز وزیر خارجه آمریکا آن را تایید کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ آن رهبر کره شمالی روی احتمال محدود ساختن سلاح‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ گفتگو خواهد کرد. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ خودش روی دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی توافق کرده است. با گفته تیلرسون برای تنظیم چنین دیدار به چند هفته وقت نیاز است. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به کره با کشور آفریقایی جیبوتی همچنان افزود با رئیس جمهور ترامپ از طریق تلفن صحبت کرده و او گفته که می‌خواهد با رهبر کره شمالی گفتگو کند. ترامپ دیروز در صفحه توییترش نوشت کیم جونگ اون نه تنها روی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرده بلکه برای از بین بردن آن تعهد سپرده است. اما دونالد ترامپ در ادامه توییتش نوشته است تحریم ها بر کره شمالی تا هنگامی پا بر جا خواهد ماند که امریکا با آن کشور با یک توافق دست یابد. آل خبری که در صدای آمریکا نوشته شده، ازبکستان از مخالفت با اعمال بند برق در تاجیکستان دست کشید و دنبال گرم شدن روابط بین تاشکند و دوشنبه. ازبکستان از مخالفت خود با اعمال یک بند برق بزرگ در تاجیکستان دست کشید. تاجیکستان کار اعمال بند برق روغن را در سال 2016 آغاز کرد، اما در آن زمان اسلام کریموف رئیس جمهور فقید ازبکستان با احداث این بند مخالفت خود را اعلام نمود. این بند که مرتفع ترین بند برق جهان خواهد بود بر فراز دریای وخش اعمار می گردد و قرارداد اعمار آن ارزشش 3.9 میلیارد دلار با یک شرکت ایتالیایی عقد شده است. با پایان این بخش رسیدیم، اما تا لحظات دیگر همکارم در ادامه آغاز روز با شما خواهد بود. ده سلام پرنده کول سره ډیرو قدرمن لیدونکو، نن شنبه ده، د غز روز خبرونه ده. زموږ خبرونه تر لسو بجو پورې دوام لري. زه او زما همکار مرسل منصوري ساسو په چوپړ کې یو په دې لاره چې د خبرونې تر پای پورې له موږ سره اوسئ. په دغه خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې له بیلابیلو میلمنو سره بحث او خبرې اترې کوو. تر څنګ په ولایتونو کې هم اړیکه نیسو له خپلو خبریالانو سره او د ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره جزئیات شریکوو. د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په داس حال کې نمانځل کیږي چې ښځینه پانګوالۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي خپلو چارو ته دوام ورکوي، خو د دایمي بازار نشتون او د دولت نه ملاتړ د دوی لویې ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه چمتو کړي رپورټ سره وروسته په سټوډیو کې پرې بحث کوو. نسرین بنویی که با 100,000 افغانی 3 سال پیش کارش را آغاز کرد، وی بام خانهش را به کارگاه تولیدی مبدل کرده است که 6 بانو در آن سرگرم کوبیدن جو و گندم برای تهیه یک نوع مواد خوراکی طبیعی هستند که برای کاهش چربی و خون و کاهش وزن سودمند است. این مواد را کالی می سازیم به نام شوفان یا اوتس که از جو دو سر ساخته می شه. این مواد بسیار یک مواد یعنی کمیافت در افغانستان، در خارج بسیار زیاد از استفاده می شه که فواید زیاد داره برای از بین بردن کلسترول و فشار خون و
قبضیت بلن رغلبر میکنیم، چچ میزنیم، بدن میاییم، ایره پرکاری میکنیم. تقریبا 5-6 روز در بر میگیره که یک پروسه ما تکمیل میشه. با آنکه تجارت زنان در کشور روز به روز افزایش میابد، همان نبود بازار دائمی و حمایت گسترده دولت از این بانوان از چالش های است که این بانوان با آن دست و پنجه نرم میکنند. چون ما همیشه بازار نداریم، چالش مامیست، بازار دائمی نداریم، به او خاطر در نمایشگاه که اشتراک میکنیم میره اکثرا کسایی که در خارج استفاده کردن زیادتر به این مواد ما توجه دارند. شمیمه بانوی دیگر است که سرگرم بسته‌بندی میوه خشک است و تنها هفته دو روز تولیداتش را در بازار برای فروش میبرد که سود آن برایش بسنده نیست. بسیار میوه خوب جمع‌آوری میکنیم از ولایت غزنی، لوگر، بامیان. چون فروشات ما داخل کشور بسیار کم است، صادرات بیرون بسیار خوب است. بیش از 15,000 زن در فعالیت‌های بازرگانی با سرمایه‌های کوچک و بزرگ مصروفند، اما آنان از حکومت شکایت دارند که یک راهبرد منظم برای زنان متشبث تهیه نکرده است. هم دغه موضوع باندې تمکی کو استودیو کې لمسره شمیمه اڅکزای سوداګر خزه په استودیو کې دا بحث بل دوی سره وکړم، لدوی څخه به جزئیات واخلم چې دوی په کومو برخو بوخت دي، دوی سوداګری سره په څه ډول دی او څه ستونزې لري. تاسو خره خلاص وایم. هر سلام بر شما و خدمت بینندگان تلویزیون. شمیمه اڅکزای هستم، یکی از خانمای تجارت پیشه و تولیداتی که دارم از جو گندم است. ډیر مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. میرمن شمیمه، په سر کې که د خپلو کارونو په اړه لږ څه جزئیات زموږ اولیدونکو سره شریک کړئ. کار مو څه وخت پیل کړی دی، په څومره پیسو باندې مو پیل کړی دی، چیرته دی او ستاسو په کومو برخو کې فعالیت کوئ که جزئیات مو سره شریک کړئ؟ از یک 3 سال میشه که به یک کار خود شروع کردیم، بسیار به سرمایه کم، که چند سرمایه نبود اول که ما شروع کردیم. آهسته آهسته در امسال دیگه رو به ترقی استیم، میفهمیم که کار ما پیشرفت کرده. یک مشکل که ما داره، ما بازار دائمی نداریم دیگه، از کار خود راضی استیم. کومه برخی کار کوئی؟ تولیدات مو چه شیدی؟ تولیدات ما از مواد جوز و گندم است که به نام دلده میگن و ایره به نام جو دو سر میگن، چون از هم سوپ ساخته میشه و پخته میکنن و زیاد مفید میباشه و هم سپورتمینا به خاطر همراه شیر جوش میتن، مثل فیرنی واره استفاده میکنن، بسیار مفید است. چون حتی کارگرای ما میبرن از آب از استفاده میکنن، به فروش میرسنن، چون ما رو رایگان میتیم، اقتصاد نام خوب نیست، برشان کمک میشه بسیار. چون به وطن ما قدر فکر نکنم جو قسم یک نام چی داره، اما مفیدش بسیار زیادتر است، بهترین دواست بر زیاد مرض تکلیف های شکر. حال میبینیم در بازار که همه نان جو میخورن و این اگر سوپ از استفاده شود، بسیار پاک منظم ما این تولید میکنیم که اولا از بازار که خریداری کردیم، وقت گاسلات باشه میرم طرف دایکندی بامیان جب از همونجا خریداری کرده میاریم و بعد وقت که کم بود شدم از خود شار میگیریم و این کاردم در خانه کارگرای ما ریکشوی میکنن، اول میشورم پاک و بعدا در دیگ بخار یارم دیگه بخار آماده بخار میتیم بعد نیم ساعت تا نیم ساعت بعد بازیار در چلا و صافا میدادم که عوضی خوب خشک شد. و در ماشین داریم، ماشین پرسی رو پرس میکنیم و بعد در ماشین دیگه داریم خشکان افتویز که ظرف یک ساعت خشک میشه و بعد کارگرای ما پرس میکنن در قطعی ها. چمرا تولیدات لری؟ چمرا تاسو خار تاوری؟ با کمو وقتونو که آیا هر او را تولیدات لری؟ کنه پا ونهی که دو واری یا دری واری یا پا میاشتی؟ فعلا خب تمام شروع هفته کار میکنیم، وقت هفته درست بود دیگه. حالا یک چند وقت میشه ما یک دفتر گرفتیم در بابرش را سنتر دیگه، از طریقه کمک حالا مردم همه به بلد شده، هفته دو روز نمایشگاه سونیا چون وطن دارای وطن همی میبینن. تولیدات میوازه پا کابل که دی کنه ولایتونو تا هم دمان خیلی فعلا تنها در کابل است و چون بسیار یک چیز نو است، در کابل هم کسی قدر بلدیت نداره و خانم نسرین جان مواد اول شروع کرد و بعدا خودم هم زیاد به کار بیرو علاقه داشتم. حالا فعلا هر دوی مادمی دو بخش کار میکنم، میوه خشک است تجارتش پیش میبریم و هم تولیدات ما کس همی دو مواد است.
میرمن اڅکزای د ساسو په دغه ورکه فابریکا وایو چې تاسو په کې فعالیت کوي دلته څومره کسان کار کوي او ترڅنګ اڅړول ځای دی تاسو مشخص ځای ورته فابریکا لري کنه خپل کور مو دی کله جزئیات راکړه ما خو تقریبا 6 نفر کار میکنن د کارخانه ما وقت در تاکاو بود خواسته است و کار بسیار کم جرات بده ما فعلا خانه خود به نسنجان است اونجا کارخانه جو که ما بعدن آمادگی داریم یک کارخانه خود ما کلان بسازیم و دیگه تولیدات پالش داشته باشیم این مثلا زمین جوار یک چیز نو باشه که هم مفید باشه برای متنای ما هم برای ما مفید باشه دوربینای زیاد پیشرو دارم پیش خاطر مېرمن اڅک زای تومره تاسو په دغه برخو کې ملاتړ لزان سره لري د مخصوصا د اړوند وزارتونو چې تاسو سره باید همکاري وکي تاسو لاسنیوي وکي تومره تاسو همکاري تر لاسه فعلا خو ما تو زیات طریقې کوم وزارت ته نه شیدیم ما یک خانم منیجر جان است رئیس اتاقای تجارت زنان او د چند وخت زیات تپ تلاش کوشش میکنه بر زنان یک بازار دائمی بسازن از کمپانی چمپ است، سیر جان سروش، دکتر صاحب لطیفه جان، یعنی دو جای ما را کمک خوب است. یعنی در نمایشگاه یک جای زیاد ما را دعوت میکنن. در خز و چار وزارت، در تنگی، در کرن وزارت، کلی و پراختی وزارت، حتی در خبلا در کلی و پراختی وزارت در دول پرگرامون لری چه پا ولایتونو که دوی عملی کوی در خز و لپاره. تاس را هیچ جول همکاری نده کری؟ یا تاس وال تر وندو وزارتونو تا مراجعه نده کری؟ نه خیر ما خوزارت تجارت هر وقت رفتیم میرم برای ما دیگه تشویق نشدیم از طرف دا دایمی بازار لپاره وقتی چې تاسو د اړوند وزارتونو سره خبرې کوي څه وایي دایمی بازار آیا تاسو ستونزه حلولی شي فعلا خو وعده کردن برای ما دیگه ببینم که وعدهشان عمل میشه نه وعده د افغانستان هر وقت زیاد است ببینم خواست خانم منیجر جان امیدوار هستم که زن بر کار است انشاءالله یک بازار دائمی و فعلا هم از بابوشا سنتر تشکری میکنیم اون هفته دو روز بر زنها یک میز ماندن در سطح سنتر میزایشان رایگان است هفته دو روز فروشات دارن و ما مثلا طرفم زنها دیدم بسیار خوب چون تشویق شده ما اونجا دفتر گرفتیم حالا همه روزه تو دفتر فروشات چون حال نمایند معلوم شد برای متنای ما جای ما معلوم دار است میان خریداری خوب شده رفته سه ماه میشه با دفتر گرفتیم خوب است کارای ما مېرمن اڅکزای افغان خزی چې اکثره په کور کې دي او دغه ډول متاسفانه شاید دا ایډیا ونه لري چې دوی په لږو پیسو باندې لکه تاسو په شان کار پیل کړي او د خپل کورنۍ لاس ونیسي د خپلو نارینه او تر څنګ کار وکړي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی چې څه ډول دغه سې یو فعالیت وکړي چې د خپلو نارینه او تر څنګ د دوی لاسنیوی وکړي او د کور په اقتصاد کې هم دوی مرسته وکړي پیغام ما بر خانما همیست چون من میفهم خانما افغان همهشان با استعداد از کاریګر هستن زحمتکش هستن چون شرایط جنگ از در وطن ما و شما این خال ما و شما درک میکنیم و باید خودشان هم یک ذره خود تکان بتن تو زیاد خواهشات نداشته باشن زیاد هر وقت از دولت تقاضا کنند بر کمک باید خود انسان هم یک کمک فعالیت خود نشان بده زیاد خانم ها زیاد تقاضا میکنن اما عمل کاریشان کم است ما که میبینم زیادتر شکایت از شکایت کردن هم زیاد خوب نیست میرمن اڅکزای اکثر مواردو که داسی وی چه وی موک تا دغا زمینه برابر نده تاسو اوس ویل چه موک د کور په بام کې دغه وړه فابریکا جوړه کړې ده او راز خپل فعالیت پیل وکنه ممکن لتاسو نه نوري خزی پیسې ډيري ولري لتاسو نه نوري خزی ورته ډيري زمینی برابرې وي امکانات ورته زیات وي اما دغه ایدیا چې تاسو لري شاید هغه ونه لري به خدا میشه که اگر کوشش کنن وطن ما بسیار حاصلات خوب دارن از هر چیزش یک مواد آماده ساخته میتونن مثلا بسیار آلو بخارای خوبش داریم از اینا رقم رقم مربا بسازن و میسازن خانم ها چون به استاندارد بالا نیست د کورنۍ په اقتصاد کې تاسو د خزو ونډه څه ډول ارزوئ په ټوله کې په وړو برخو کې فکر وکړو تر څنګ یې د هېواد په اقتصاد کې تاسو د ښځو رول څه ډول ارزوئ اقتصاد خانمه میشه که خودشان اگر کوشش کنن آهسته آهسته هیچ وقت یک دفتن کس یک چیز بزرگ کلان به دست نمیارن اونا که خودشان کوشش کنن آهسته آهسته ما بسیار از یک سرمایه کم شروع کردیم ما حال فعلا شکر گذار هستیم که حالا به پالی از ما تولید مواد ما
با میوه خشک تجارت شروع کردیم. حالا تصمیم داریم که صادرات ما باید خارج از وطن. یعنی راتلون کې پلانونه پاره مو وايي غواړي چې تاسو سوداګری زبر خلاو غواړي کې ولایتونو ته هم پراختیا عمومي څنګه جوړ کړي په ولایتونو کې بهر ته هم صادرات ولري. راتلون کې پلانونه مو څه دي او څومره پیسو ته اړتیا لري؟ آیا په دې برخه کې تاسو د نورو اړوندو وزارتونو همکاري او ملاتړ ته هم اړتیا لري؟ اگر اوس پکې مختال ازش کس پیسې نه خواستیم چون کومک که برام داماتم بسیار تشویق کردم بود تو نازیا تشویق کردن دیگه فعلا خود تشویق فامیل از پشت ما از دیگه جای ما کدام کمک نمیخوایم خوشام ندارم خود ما کوشش میکنیم سر پای خود استاد چیم ما خوش هستم از کار خود فعلا راضی استم و یک ما مشکل ما که است بازار دائمی نداریم خدا مهربان است آیست آیست ایرام حتما بر ما جور خواهد شد وی کوشش سر خود انسان می باشه. میرمان اتقزای داد ساسو دا تولیداتو پارا که هم وای دقت سمر وقت لری تاریخ لری دا انقضا تاریخ لری دا تولید تاریخ در چنگ دا انقضا تاریخ هم لری یعنی که چیری ساسو تولیدات پا بازار که خرد نشی ممکن دا تاریخی پورشی یا هم المنز ولاشی سمر تولیدات متروس پوری تاسو زایات ور کردی؟ تال فعلا ما زایات نداشتیم چون ما فروشات خود دیده مواد تهیه میکنیم تاریخشم برای یک سال است یک سال بعد ما خود ما میفهمم از اوقدر ما تا فعلا اوقدر ما مواد تولید نکنیم که برای یک سال نگاه شده باشه همین فعلا سر تولید میکنم دیگه هفته یک دو قرارداد مندهی داره میبرن دکاندار است یک دو سوپرمارکت هاست میبرن بعد از این کوشش میکنیم که باید همین از اوتلا سوپ تهیه میسازن پخته میکنم به مفلا به گپا همراه ما قرارداد بگیرن ما خود ما بسیار کار ما پیشرفت میکنم شالا امیدوار هستیم پیشرفت تر واسه پر ما اعلانونه ندی ورکری کمپاین ما ندی کرده دخبت تولیداتو لپاره نه خیر نه ما هیچ کمپاین نداشتیم دفعه اول است که تشکری میکنم از تلویزیون رنوز باید از بازاریابی بسیار مهم است دقیقا چون ما پیش کار ما وقت پشت پرده بود اتاکو بود بسیار کار روشن نبود و سه ماه میشه کار ما رونق پیدا کرده و میفهمم که انشاءالله وطنای ممجد ما را تشویق میکنن کسی که بلد نیست به کسی که بلد است خب میفهمن خریداریشان خوبتر و بعدشان برشان بروشرها را ما برشان چاپ کردیم طرز تهیه و پختن همه مفادایش برشان نشان میدیم اونا خودشان باز میفهمن بلن زر جای ما را میبینیم جا تشویق میکنن میرمان اتقزایی که دقیقا در تولیدات پرم بیام خبری و که در یوه بسته توم را پیسه با خیستل کیگی که مگه از مگه کمرا ماینم غاری چی وخلی او که وای د ګټو پاره چې څه فایده لري څه ګټه لري او وای دا ضرر هم لري ممکن هغه کسان چې شکر لوړ وي شکر پورته وي تر کولای شي استفاده وکړي څه زیانونه لري این هیڅ ضرر ندارن چون فایده زیاتر از ضرر متعال ندیم چون مواد غذایی ما و شماست سابقه زیات از جو استفاده میکردن و بر تکلیف شکر بسیار مفید است حتی ما تا جایی که معلومات گرفتیم به تکلیف سرطان هم دواست او فواید بیا تمره ده؟ خب به کلسترول خون بسیار فایده داره خون صاف می سازه چربی خون بر فشار بر نظر خود به بهترین دواست و ما کوشش میکنیم که تاسو اوران دی ویل سوپ کی هم سوپان تیر جوړیږي ما شومان لپاره هم کولای شي در استفاده وکي ما شومان بله بسیار قوی است تفلار چاق می سازه تفلای ضعیفه بر تفلان بسیار مفید است مننه که ولت اصنا میرمن شمیم بیا هم پدی هیله چه آنوند وزارتون هم لتاسو سرم رست وکری ساسو لحسی وی وکری ترچنگی که یو بختانه را نپاته نشی سک کال تاسو ویله چه بیا هم غواری چه ساسو سوداگری زبرخلا هم موغ وریگی ولیتونو تا هم تاسو غواری چه صادرات ولی ری ترچنگی بحرانی و هیوادونو تا استخدام پو برخمو ونویلی نور کارکون که هم غواری استخدام کری تاسو را کارکون که طول خزی دی انجونی دی توک ده تاثر بود فعلا خودم کارخانه ما همش خانم هاست ما می فعالیت رو شروع کردیم بر خانم ها ساختیم که باید چند فامیل دیگه هم همراه ما کمک شون و کارخانه دیگر رو پیش روی داریم که باید فعالیتش شروع کنیم و ما می خواهیم که همش خانم ها باشن خانم های بیوه ما زیاد داریم بیچاره که چون برشان کار پیدا نمیشن فعلا هم یک سه خانم است که همراه ما کار میکنه بیوستن برانزا بسیار ما خود ما چندان فایده خوب از این نمیگیریم میفهمیم
بازم خوب است برای خود ما تشویق میشه، مصروف کار هستیم و بعد دیگه خانم ها برای ما کار میکنن و شاید زیاد خوب است. یعنی اگوی تا هم یو انگیزه پیدا کیگی چه بسیار به شوق میاین برای ما کار میکنن، چون باور کنن زمستان بسیار هوا سرد بود، روزایی که بفته و میشست بارندگی باشه صبح بفته باشه دطمان هوا سرد میباشه. میبینیم ساعت 8 بجه اونا وقت به تایم کاری خود میرسیدن، امریک شوی و ششت شوی از رو گرم میکدن، شروع میکنن بسیار به شوق خانم ها به کار خود. دیگه ما فعلا به تجارت ما خود ما میخوایم که در یک جای باید خانم کار نکنه، به چندین جای برای ما تجربه شد، حالی ما این کار رو یاد گرفتن در پولیس باید ما کار کارمندای ما این کارهای ما را پیش ببره و ما به عرصه دیگه فکر میکنیم که باید دیگه کار رو در چندین کار باید ما مصروف باشیم. حالی ما دیگه خانم هم امشالا سمرا مرمن شمیمه لخبل کار چخه تاسو رضایت لره سر بیر پردیش تاسو یلی کندی خزی هم تاسو سر کار که وی آقوی هم تابن دخبل کور پا اقتصاد که برخ خیلی خبل ماشومانو تا یو مرای دوری پیدا که وی خبل کار چخه سمرا رضایت لره او سمرا نور خزو تا تاسو کوری شای انگیزه ور کری چه لکت ساسو پتیر پا لگو پیسو بنده دغرول فعالیتونه تر سر کری و حلال روزی پیدا کری. به خودم خودم زیادتر پیش خود احساس خوشی دارم و بسیار هر روزی که من کارگرای ما ببینم که نو کار میکنن خودم روز به روز ساعتم خوب شده میرن، چون من خودم اولادار بودم زیاد نام خدا اولادا جوان شدن دیگه من طرف کار نو میبینم خودم زیاد اونا رو از تشویق میکنم کارگرای خود که من بعد تصمیم دارم که کارخانه بسازم که مدیریت گپوش برای می خانمای بتم که نو تشویق شه و دیگه خانما رو پالی خود تشویق کنن. از کارم بسیار راضی است و بسیار یک کار پاک و خوب است. انشاءالله میفهم که آینده خوبم داریم. دیگه زیادتر موقع وقت که ما کار وقتای کاری خوب بسیار ما چی میباشه که وقت ما بس حساب میوه خشک تجارت میکنیم بعد از حاصلات دیگه ما 3-4 ماه خود ما بسیار مصروف میباشیم به مواد جمع کردن و به حاصلات خود. بعضی وقتا کمی که سوالم زیادتر کارگرای با کارهای ما رو پیش میبرن چون اونا به کار بلد شدن، اونا میتونن که 1-2 سال بعد خودشان هم همین تولیدات شروع کنن و مثل مثل ما وارد دیگه خانما در ولایت ها میکاره پیش ببرن، چون ما تا حالا در افغانستان دفعه اول است که دیدیم، یک چند وقت پیش یک نمایشگاه به ازبکستان رفتم و اونجا دیدم سوپرمارکت هایشان رفتم، من تا از ما پرسکدگی در قوتیس از اونا در بوجی بودن که رفتم بسیار خوش شدم این یک تولید ما که گرفتیم اینجا هم است زیادتر در ایران می باشن، چون در افغانستان نیست، در افغانستان اولین دفعه است که ما ایره تولید میکنم. نان در تونو نو که چپا افغانستان که جوری گی ده کرنی وزارت لخوا اکثران پا یوش مرزایونو که لکه باغبابر که یا هم کانتیننتال که دغا نان در تونو نو که افغانی نان در تونو نو که تاسو هم برخ اخلی؟ بله مرد دعوت میکنن، زیادتر از طرف کمپانی چمپس مرد دعوت میکنن، تاقای تجارت است یک دو ما میشه بسیار فعالیتشان خوب شده میرن، ترنینگ هاست برای ما میتن هفته 3 روز ما اتاقای تجارت زنا میریم ترنینگ میگیریم. نه حالا شکر خوب استم امشالا و زنا زیاد رجوع به ترقی استن و خودشان میگیم فعالیت جواز هم لره. بله دیر امانه نکوله تاسونا میرمن شمیم تشکر زنده باشه شما کور موادن دیرو قدرمان لیدون کو مصر پا سریدیو که شمیمه اتکزای سوداگر خزاوا دوی دخپلو تولیداتو پاره ویلی و لدیرو کمو پیسو چخا پایل کردی دا و خواری چه کم تولیدات چه دوی تولیدوی واسه وست پا کابل که محدود دی پا دیرو کمو پیسو بانده خپل کار بانده پایل کردی دوی خواری نور خزو تا هم انگیزه ور کردی پا دیهیل چه دولتی بانسرتون و اروند وزارتون هم لدوی سرم راست و همکاری وکری و دوی تولیدات هم بازار پیدا کړی دایمي بازار دوی یو لخپل ستوند څخه هم دا یاد کړی چې دایمي بازار نشتون دوی یو لستوند څخه دا په دې هیله چې دایمي بازار پیدا شي دوی ته او دوی وشي کولای خپل تولیدات په ښه شکل باندې خرڅ کړي. ډیر قدرمن لیدونکو لنډه ده منی سوت د سلام پوره د کول سره بیا هم تاسو خره غلاس وایم او خبرونه ته هم دوام ورکوم. د کابل د تیری ورځې په ځانمر کې برید کې 9 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. برید شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په هغه ځای کې وشو چې پکې د عبدالعلي مزاري د درویشتم ترین لمانځ غونډه روانه وه. په دې اړه په موږ دغه چمتو کړی ریپورت ته وروسته پرې بحث کوو. همی حالایی که شما اینجا بودید انفجاری که در
فاصله 2-3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد، نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم. هنگام سخنرانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در مراسم 23مین سالیاد کشته شدن عبدالعلی مزاری، انتحار کننده میخواست وارد این مراسم شود اما از سوی نظامیان در ورودی متوقف شد. انفجار تقریبا 13 نفر شهید شدن، یک 20-25 نفر هم 20 نفر یا 18 نفر دیگه زخمی شدن. ما داخل بودیم زمانی که صدای انفجار شنیدیم کلیگ تکان خورد، میخواست که ما فرار بکنیم و مردم حالت ترسناک داشت. پلیس کابل جان باختن 9 تن و زخمی شدن 18 تن دیگر را تایید میکند. توسط یک فرد پای پیاده انجام شد در چک پوینت اول، به تعداد 9 نفر از هموطنان عزیز مادی حمله توریستی به شهادت رسیدن. جسدهای 3 جان باخته و 11 زخمی رویداد به بیمارستان استقلال منتقل شدند. مریضایی که آمدن نزد ما، البته زخمیایی که آمدن، به تعداد 11 نفر از زخمی ها مراجعه کردند و 3 نفر شهید داشتیم. وضعیت عمومی یکی از اینا یکمی وخیمتر بود که بعد از کمک هایی که نزدش شفاخانه استقلال صورت گرفت به شفاخانه جمهوریت ریفر شد. باقی مریضای ما خوب هستند، وضعیت بهتر دارند. این مرد تازه از اتاق جراحی آورده شده است. می رفتیم برادر اشتکام داد، دیستش دیگه خبر نداشتیم که چی شد یا نشدن. دیگه وقت دیدم که خانم بالای سر ما گریه میکنه. خب ما خوب هستیم، ما رو بردن شفاخانه. دیگه اولادای خودم خبر ندارم، میگه که خوب است. یک برادرم دو مصلا بود، باز به او زنگ زد و مو گفت خوب است. باز بعد از نیم ساعت باز زنگ زد، گفت محمد زخمی شده در شفاخانه استقلال است. دشت برتی کابل باز هم شاهد یک انفجار خونین دیگر بود که باز هم شمار زیاد از خانواده ها در ماتم غم نشستند و این در روز اتفاق مفته که 23مین سالگرد شهید مزاری در دشت برتی برگزار میشن. شبیر احمد صالح، آریانا نیوز، کابل. نیرو قدرمون لیدون کو پامدغ موضوع باندې تمکیک او میلاد همدر جبرخیل سیاسی فعال مسره په سټډیو کې د بحث بل دوی سره وکړم. دوی هم 13 ورځ په دغه مراسمو کې ګډون کړی وو. د سترګو لیدلې حالت به هم له موږ سره شریک کړي. تاسو خره خلاص مې سلام ستاسو سهار په خیر او ستاسو د ګرانو لیدونکو سهار په خیر. اله لرم چې یو ښه سهار پیل کړی وي. مننه کوله تاسو نه جبرخیل صاحب، لومړی کې د 13 ورځې د 14 په اړه خپل د سترګو لیدلې حالت له موږ لیدونکو سره شریک کړي. تاسو هم د 13 ورځې په مراسمو کې ګډون کړی وو. ما 13 ورځ اول د مارشال محمد فهیم قسیم په تلین غونډه کې اشتراک وکړ. لږه جن ورسته زما دوستان او ملګری تماس ونیو، له بازو دوستانو سره او سیاسي فعالانو سره موږ لاړو د عبدالعلی مزاري تلین ته. هلته چې موږ په هغې جریان کې موږ هلته ناستو، برنامه روانه وه چې یو د آواز د انفجار وشو چې هلته ډېر کسان یې زخمي کړي. زه کله چې راووتم په حدود 1.5 کسه خپله ما د خپل په سترګو ولیده چې ما ساحې کې پراته ول او څوک نه ول چې ورته توجه وکړي او کابل امبولانس وروستله وقوع د حادثې نه راغله. ډېر ساعتونه تیر شو چې کابل امبولانس بیرته د خپل فعالیت آغاز وکړو چې راغل محل ته او د زخمیانو او مجروحینو د انتقال په برخه کې همکاري وکړل. نو دا رویدادونه حوادث په افغانستان جبرخیل صاحب په وړاندې تر دې چې په نورو برخو وغږیږو، امنیتي کمربندونه هلته څومره و؟ امنیتي تدابیر څومره نیول شوي و چې هلته چاودنه رامنځته شوه؟ امنیتي کمربندونه پرون د کابل ملک اصغر چرایي څخه شروع تر مسئلې د مزاري د محل د محفل پورې دا ټول انسداد امنیتي و او ټول د امنیتی ملی امنیت د کارکونکو په لاس کې و. ټول تامین د امنیت او په دې کې هم نورو ارګانو او کشفي استخباراتي ارګانونه هم پکې کار کولو په دې برنامې باندې چې کوم حادثه ونه شي ولې بدبختانه د افغانستان دښمن وشو کولای چې بریا شي او تر دې ځې پورې راشي د خپل بریالیتوب حداقل هغه کسان نه واخلي چې هغوی هیڅ ګناه نه درلوده او د خپل بادارانو ته یې د بریالیتوب پیغام ورکړو چې یعنې موږ کولای شو چې تر دې ځې پورې راشو. او افغانستان په دغه ډول مراسمو کې ښاغلی جبرخیل، دغه ډول چاودنې او د ملکي خلکو تلفات د څه شي ښکارندوی کوي؟ یو خو څو وخته وړاندې، څو ورځې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو باندې یا د مخالفینو باندې د سولې غږ وکړ او هغې ته بعضې امتیازونه ورکولو ته آماده شو. خو دغه حوادث دغه عملات ښیي چې طالبان اوس هم نه غواړي چې د افغانستان له دولت سره سوله وکړي.
او هیڅ اړتیا او هیڅ ضرورت نه بولی چې یو افغان یو بین الافغاني سولې ته د افغانستان له دولت سره کینی او سوله وکړي. هغوی غواړي چې د خپل بهرنیو بادارانو په امر او فرمان باندې حرکت وکړي او د افغانستان له مظلوم خلکو نه تلفات واخلي. جبرخان صاحب، د دې ترڅنګ راځو د کابل د کورنۍ شورا وزارت په ځانګړې توګه امنیتي طرحې ته چې دوی ویلي وو چې د کابل د امنیتي وضعیت کې بعد دغه طرحې په پلي کېدو سره بدلون رامنځته شي، څنګه تر اوسه پورې دغه امنیتي طرحه نتیجه نه ده ورکړې؟ ولې د امنیتي طرحې په وړاندې کېدو سره په کابل کې څو خونړي بریدونه ترسره شول او یو زیات شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری خلکو پکې ملکي وګړي وو، طرحه ولې نتیجه ورنه کړه؟ طرحه چې جوړ شوی دی، طرحه دی خو بدبختانه ناکام دی. په دې ناکام دی چې امنیتي ارګانونو او کشفي ارګانو سره همکاري نه لري. کشفي ارګانو هغه بودیجه چې دولت له خوا نه ورکول کیږي، په هغې هغه بعضې ادارات چې بودیجه ورته تنظیم شوی دی، هغوی د خپل شخصي منافعو ته له هغې نه ګټه اخلي، ځان ته بلډنګونه جوړوي، ځان ته قصرونه جوړوي، هغه پیسې بیرته دغه اپراتیفي بخشو یا استخباراتي بخشو باندې دوی کار نه کوي. یوازې هغه پیسې ادي د کورنۍ جیبو ته، هغې د کورنۍ غړو ته، هغه ځان ته کور پی جوړوي، بلډنګ جوړوي، خپله پاسایش کې ژوند کوي او دا استخباراتي پیسې نه مصرفوي. کله چې د استخباراتي پیسې مصرف شي، کولی شي چې به یو مثبت تحول داشي په امنیتي په سکتور بخش کې، چې کولی شي اطلاعات اصل او منبع دی چې په همدغه امنیتي طرحه کې د استخباراتو شریکول د امنیتي ارګانونو ترمنځ هم و، یعنی دغه ګزینه هم پکې ځای پر ځای شوی و چې دوی امنیتي بنسټونه باید استخباراتي معلومات یو له بل سره شریکوي. په څنګه تر اوسه پورې ښایي په دې باندې کار نه دی شوی، ولې نتیجه نه ده ورکړې؟ دا به تر هیڅ کله به نتیجه ورنه کړي تر څو چې دغه ما درته مخکې وویل چې دا صحیح ده چې په امنیتي طرحه کې دا موضوع د هغه کړی شریک کړی، ولې دا تر څو چې هغه بودیجه چې دوی ته تخصیص ورکول کېږي هغه بودیجه باید مصرف شي په دې چې هغوی لاړ شي به له بهرنیو ځایو څخه، له خاورې، له مرزو څخه، دې باندې له هغې نه معلومات راوړي، مخ له دې نه چې یو واقعه کېږي دوی ته راپور باید وي چې کوم ځای کې کوم حادثه مخته کېږي. جبرخان صاحب، په دې معنا چې په طرحه کې هیڅ ډول ستونزه شتون نه لري، اما د عملي کېدو په برخه کې ستونزې موجودې دي؟ په طرحه کې مشکل نه شته، ولې په رهبري کې مشکل ده. مدیریت سم نه دی، ناسالمه مدیریت دی. اوس یو کس دی چې دوه کاله په یو نظام کې کار کوي، له ډګروالي نه ډګر جنرالي ته راځي، بل اخره وزیر د دفاع کېږي په دوه کالو کې. ولې یو کس چې دېرش کاله، پنځه دېرش کاله خدمت کړی وي، هغه څنګه از په هماغه د خپل په سټیپ کې چې ولاړ د نظامي هماغه ځي نه پورته نه ځي؟ دا خپل یو ستونزه ده. څوک په دې مدیریتو کې څوک کسان راځي چې هغوی روابط ورلري، هغوی له رهبرانو سره ښه روابط، ښه اړیکې ولري، هغوی راسي دا کرسیګانې واخلي او د خپل کورنۍ او د خپل غړو ته فکر کوي. د کورنۍ چارو وزیر چې وخت نوی وټاکل شو، دوی ته ټول خو اجبینه وو چې د دوی پر اتاک سره به په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي، مخصوصا کوم امنیتي طرحې چې وړاندې کړه. خوشبینی ډیره زیاته وه چې دوی به وکولی شي چې د کابل په امنیتي وضعیت کې بدلون راولي، مخصوصا هغه طرحې چې وړاندې کړله. ډیرې تمرکز تاسو فکر کوئ په کومو برخو باندې ووسی په دغه طرحه کې؟ آیا په یوازې د کابل د ښار نظامي، اوس چې موږ ګورو کابل ښار اصل نظامي بڼه ځان ته غوره کړې ده، یوازې تمرکز په د کابل په ښار باندې ووسی که نه په د کابل په نورو دروازو باندې هم ووسی؟ تر څنګ یې غیر مسؤول وسله وال کسان څومره دلته رول لري چې موږ د دغه ډول پیښو څخه مخنیوی وکړو؟ په کابل کې بدبختانه نن غیر مسؤول وسله وال ډېر دي، او هر قومندان، هر رهبر، هر وکیل له سلو نه تر دوه سوه کسانو پورې شخصي ځان سره کور کې لري، او هغه ټول مسله دي. نن هر مقام په زرې موټر کې ځي، تورو زرې موټر کې، که هغه انتحاري انتقال ورکړي، هغوی موږ څه پوهیږي چې په هغې موټر کې څه دی؟ تلاشي نه ورکوي، آزاده ځي په هر منطقې کې او هلته تلاشي نه ورکوي. که کولی شي چې همدغه تورو شیشي عمل د نن د بدبختي په افغانستان کې همدغه تورو شیشي موټرو خاوندان دي، دوی ټول ستونزې دي. او امنیتي طرحه کې وزیر داخلي طرحه ښه طرحه و، ولې ځکه چې دا یو خپله نظامي شخصیت نه دی، یو انجینر دی، او کولی شي چې په انجینري کې یو وزارت چې مثلا وزارت عمر شهر سازي یا نورو وزارتو کې دا ښه کار وکړي، ولې وزارت داخلي کې نشي کولی چې ښه کار وکړي؟ وزارت داخله یو مسلکي کس ته ضرورت لري چې هغه تجربه ولري.
هغه په امنی مسلک باندې تربیشي ویل اول جبر خیر راځو دې ته چې آیا پادلون بدلون سره مو کورای شو چې د کابل امنیتی وضعیت یا ترڅنګ د هیواد په امنیتی وضعیت کې بدلون راوړو تاسو وکتل څو وزیرانو وړاندې هم خپل استفاګانې وړاندې کړې تاسو وکتل چې ادنونو بدلونونه په امنیتی اورګانونو کې امنیتی بنسټونو کې په ولایتو کې هم رامنځته شو فکر کوي په ستونزه په سیستم کې شتون لري یا نه په افرادو کې ده یو په افغانستان کې یو رواج دی چې یو کس راشي لک تجربه لري هغه راشي ترڅو چې کار کوي استعفا یا پارلمان له خوا نه صلاحیت کیږي دا یو لاند محل لپاره چې راځي دی سره یو لاند محل پلان دی سره یو څو کلن پلان نیوي چې دا وغوړي چې پغې کارو کې په دې ټول وزارتو کې چې امنیتي ادارې دي پغې کې تاسو ګرځي یو اداره هم شل کلن برنامه نه لري چې پغې وش کول چې د خپل د شل کال یو راتلونکي تضمینو کې چې موږ په دغه برنامه کول شو چې دغه اوادسونه مخنیوي وکړو بدبختانه دغه سی واغه دي چې ار څوک راځي د خپل منافع باندې کار کوي تاسو زما خبره تر اخلي مشکل په سیستم کې نه په افرادو کې چې موږ راشو یو چې وزیر باید لدان دی ګوښه شي وزیر باید مشکل په سیستم کې دی سیستم خراب دی هر څوک چې راځي امغه خراب سیستم څخه ګټ اخلي او د خپل کار مخته وړي اصلاحات به کله رامنځته شي د کورنۍ چارو وزیر کله چې په دنده وګمارل شو خپل څوکۍ تر لاسه کړه دوی ویل شي اصلاحات مو راوړو د پولیسو په لیکو کې د کابل په امنیتي وضعیت کې به بدلونونه راشي په دغه اصلاحاتو سره په حوزو کې یو ډول ګمارنې وکړلې فکر کوي د وخت په تیریدو سره به د دوی کارکړنې نتیجه ورکړي وضعیت به بدلون وکړي د کورنۍ چارو وزیر په یو برخه کې ډیر موافق کار یو چې فساد د دری د وزارت په داخلي فساد کې هداقل 50% تر ورسېد کسلو فساد کو اوس په 50% کې دی فساد د دری کم شوی یعنی هرڅه ورور کیږي پس ورور کیږي خالده ورور هر ورځ د افغانستان خلکو نه قرباني اخلي هغه قرباني خو د وزیر زوینه ورکی د وکیل زوینه ورکی خدای غزوان د مملکت زوانې ورکی چنن په خاط کې ولارد نن په وندې کې راځي د خپل د دې لپاره چې د خپل یو مشر یا یو ورور سره خواخوږي او کې په دې مراسمو کې راځي هغه د خپل ځان قرباني کوي د دې لپاره چې ودرېږي زما یو هم وطن ژوند دی او هغه راځي ورته تامین امنیت کې هغه لم ماینځي د سی یو تر هم منظم شي چې اپراتیفي اورګانونه فعال شي زیرک شي چې لار شي له نورو مملکو څخه چالته موږ ته لکه پاکستان غنی چالته برنامه جوړیږي په افغانستان تطبیقیږي باید د سی یو استخباراتي کړی ول چې له آی اس آی د پاکستان هم زیرک وسی چې هغه وشي کول چې لغې څخه اطلاعات راوخلي دلته د خپل دولت سره شریکو کړي چې تر څو د ستونزې هوارې شي بدبختانه زمونږ د اپراتیفي پیسې ما مخکیم تاسو ته یادونه وکړه چې دا پیسې همیشه د هغه کسانو په جیب کې دي چې هغه د خپل خپل منافع ته توجه کوي نه ملي منافع ته کله چې دی ملي منافع ته توجه کوي کولای شي په هغه صورت کې بریا ترلاسه کړو او دغه ستونزې هواري شي مننه کوله تاسو نه په حالې میلاد کورموادان میلاد همدار جبرخیل سیاسي فعال مصرف سړي کې وو ته تیر ورځي د ځانمرګ بریټ پاړه چې دوی هم په د عبد العلی مزاری د درويشتم تلین په مراسمو کې ګډون کړی وو د سرګولې د حالات یې موږ سره په بیان کړ ترڅنګ خپل وړاندیزونه هم د کورنۍ چارو وزارت ته درلودو هم دولتي او اړوندو اورګانونو ته مننه کوله د ښه دا سلام پوړاندې کول سره په هم تاسو اخر اخلاص ویم ډیرو قدر مون لیدونکو هغه زروز خبرونه ده زموږ خبرونه تر لاسو بجو پورې دوام لري په دغه خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې بیلابیلو بیلمنو سره بحث او خبرې اترې لرو ټاکل شوی چې امید مایسام د اجرایا رئیس د ویان مرسیال مسره د بحث لپاره په سټوډیو کې وسی تر اوسه پورې متاسفانه بحث مازه شوی نه دی البته په د وخت هم ډیر کم پاتې کوخ کوم چې دغه فرصت کې ځینې ورسپانې شزما په مخ کې پرتې دي ځینې موضوعات چې مهم دي تاسو ته ولولم ویساو ورسپانه وایي ځینې موضوعات پکې شته غواړم مهم موضوعات تاسو ته ولولم په خواجه غار ولسوالۍ کې دیش امنیتي ځواکونو تمرکز جوړ وخت ده تعلقان د تخار ولایت ځایي چارواکي وایي په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې ولس امنیتي ځواکونه وژل شوي او
دیر لسنور تا پیل شویدی در تخار ده امنی قماندانه ویان سمونیار عبدالخلیل اسیر رسانه یو تا دی خبر پخلی کرده او ویلی دی چه ورمشپا و اسلوال و طالبانو در خاجغار در پل مومن سیمی در ملی اردو پرپوستی بریدونه کرده چه در سرتیر و مقاومت سره مخامخ شوی در امنی قماندانه در ویان البته نور برخی دلته دی در ویان پا خبره همدا محل کورتپی څخه سیمه ایز پولیس د یادو سرتیرو ملاتړ ته روان وو چې د پل مومند او کورتپی په منځ کې د طالبانو له کمین سره مخامخ شوي او تر منځ نښته شوي چې له امله یې لس سیمه ایز پولیس وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. خو د خواجهغار ولسوال محمد عمر پژواک ته وویل چې په دې نښتو کې د ملي اردو اووه سرتیري وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. د هغه په وینا دې نښتو کې د شپې چې د شپې تر دریو بجو دوام وکړ په ترڅ کې د کورتپی او پل مومن سیمې طالبانو ونیولې خو وروسته یې یادې دواړې سیمې بیرته پرېښودلې. د زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د سیمه ییزو پولیسو دوه قمندانان هم شامل دي. د امنی قماندانۍ د ویان د معلوماتو پر اساس طالبان د کندوز له دشت اچي ولسوالۍ څخه د سیمې ته د بریدونو لپاره راغلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي په خواجهغار ولسوالۍ کې تېره شپه دولس پوستې نیولې او نهویشت اسکار او اربکیانې وژلي او اته نورې ژوبل کړي دي. ګورو نور کوم موضوعات دي. د نورستان پنځه ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. د نورستان قومي مشران او ځینې وکیلان وایي وسلوالو مخالفینو د ولسوالیو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي چې پنځه ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. دغو قومي مشرانو او وکیلانو د ننګرهار قبایلو په ریاست کې د یوې احتجاجي ناستې پر مهال حکومت ته خبرداری ورکړ چې که ستونزو ته یې پاملرنه ونه شي له دولت سره به پرېکون اعلان کړي. د نورستان قومي مشر حاجي عبدالصبور له حکومت څخه د ګیلې په شکل وویل. مرکزی حکومت د نورستان خلک او ولایت په بشپړ ډول له پامه غورځولي دي. د برمکټال ولسوالۍ قومي مشر محمد ابراهیم وایي په نورستان کې ډیر ښوونځي بند او روغتونونه نه لري. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعیدالله نورستاني هم د پوهنې په برخه کې له شته ستونزو شکایت وکړ. وویل چې سلګونه ښوونکي په کورونو کې معاش اخلي او ښوونځي بندې دي. نوموړي زیاته کړه له یوې خوا د بیارغونې په برخه کې مرکزي حکومت نورستان ته پام نه کوي او له بلې خوا ورکړل شوي پروژې د والي لخوا حیف و میل کیږي. د ولایتي شورا رئیس حکومت ته خبرداری ورکړ چې که یې حکومت ستونزې حل نه کړي نو پریکون به ورسره اعلان کړي. د نورستان قومي مشران هم دره زیاتوي چې د دغه ولایت په کمدیش او برمکچال ولسوالیو کې پاکستاني ځواکونه د مخالفینو په همکارۍ د ډیورنډ له کرښې دې غاړې ته راوختي او ترهګریز فعالیتونه یې شروع کړي دي. د نورستان والي د قومي مشرانو وکیلانو ته د اعتراض په اړه تر دې مهاله له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. ګورو نور کوم موضوعات په دغه ویسا ورځپاڼه کې راغلي. بهرانیان د افغانانو ترمنځ نفاق خورولو له لارې د ملوک الطوایفي هڅې کوي. د کابل په ځانمرګي برید کې لس تنه وژل شوي دي. متاسفانه د تېره ورځ په دشت برچي کې رامنځته شو. پر وژل شویو سربیره د دریو پولیسو په ګډون دوه ویشت تنه نور ټپیان شوي دي. کورنیو چارو وزارت ویلي. امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دشت برچي په سیمه کې د زهرا جومات ته څیرمه ځانمرګي برید شوی چې لس تنه پکې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رسنیو ته وویل چې یو ځانمرګي بریدګر د استاد علي مزاري د درویشتم تلین د غونډې له ځای 300 متره وړاندې د غونډې لپاره په نیول شوي لومړي امنیتي کمربان کې ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه بعد قزاقستان له بندرونو اکمالیږي. همدا اوس امریکایي ځواکونو اووه سوه کانټینر او دیارلس زره تنه ځانګړي توکي قزاقي بندرونو ته رسېدلي دي او له هغه ځایه به افغانستان ته راولېږدول شي. ویسا ورځپاڼه کې راغلي. د ننګرهار د اوقافو د رئیس د ترور ترشا دا یو له هغو موضوعاتو ده چې په بولټ شکل باندې په ویسا ورځپاڼه کې لیکل شوی. افغانستان چې دا مهال له کومو ننګونو سره مخ دی په یو پکې د نخبه افرادو زنځیري قتلونه دي.
خب ایسا ورس مانا در تیری ورزی پر جهادی شخصیتونو چونی خبری کری بی پر دوی هم در زینو نیوک یخیستی دی پر ناروغی طرف خو پر اصلی لامل نه پرون د دو جهادی چیرو پا یادغونډی وی د لوی جرګې په خیمه کې د اروخات مارشال فهیم په یادغونډه او په دشت برچی کې د حزب وحدت پخوانی مشر اروخات عبدالعلی مزاری په یادغونډه کې د دشت برچی غونډه متاسفانه د وزنمرګي بریت لامله چې مارک ژوبلی هم درلوده ګډوډه شوه. د پیخې وښوده چې هیواد مو تر اوسه هم په ویر کې ډوب دی، تر اوسه د پردیو د توطیو په اور کې پروت دی او تر اوسه زموږ میندې د خپلو عزیزانو په ویر ډوبې دي. په دې دواړو غونډو کې د ویناوالو په خبرو کې څو ټکي ډېرې مهمې او ډېر د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم و چې یو له هغو موضوعاتو همدا د پر ناروغۍ اعتراف خو پر اصلي لامل یې نه، یو له هغو موضوعاتو چې ولسمشر محمد کرسی په دې اړه خبرې وکړلې. قدرمنو لیدونکو راځو دې ته چې د بحث لپاره په سټوډیو کې ما سره امید مایسام د اجرایه ریاست د ویان مرسیال خوشبختانه بحث ورسېد. لږ څه وخت هم کم دی، په دې هیله چې وشو کولی بحث پر مخ یوسو او وشو کولی هغه موضوعات چې له تاسو سره دوی غواړي شریک کړي وخت زموږ سره یاري وکړي. تاسو څخه راغلاست مایسام صاحب، ژوندی اوسي، مننه کوم، کور مو ودان. اجرایه رئیس خبرداری ورکړ چې خبرې حکومت کې څو کسان له طالبانو سره د پردې تر شا معاملې وکړي، افغانستان کې سوله ناراضي. و به ګورو چې په دغه موضوع کې د دوی مطلب په څه شي کې و؟ آیا د پردې تر شا حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې لري؟ آیا دوی په جریان کې نه دي؟ آیا د دوی ویره په څه کې ده؟ څه ګواښونه رامنځته کولی شي؟ ستونزې چیرته دي؟ تاسو څخه راغلاست وایم بیا هم میسم صاحب. مایسام صاحب، په لومړی سر کې که د ولس اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله خبرو ته لږ څه رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام درود خدمت شما و بینندگان محترم. علیکم سلام. با معذرت که ما کم با تاخیر رسیدم، اجازه دهید نخست ابراز تسلیت خود را خدمت خانواده های شهدای دیروز بیان کنم و برای مجروحین حادثه المناک دیروز شفای عاجل از بارگاه حق استدعا دارم. طبعا صلح یک ضرورت است، یک نیاز ملی هست. تمام جریان ها، کسانی که در حکومت هستند، کسانی که بیرون از حکومت هستند، مردم افغانستان، اقشار و طرف های مختلف که در کشور ما هستند، اینا طرفدار صلح و ثبات پایدار و با عزت هستند. ما یک آدرس مشخص داریم، شورای عالی صلح هست. اینا رسما روند مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت رهبری میکنه و صلح باید با مشوره و در روشنایی یک رایزنی عمومی با مخالفین مسلح حکومت صورت بگیره. ارزش های پسین ما خصوصا از سال 2001 به این طرف که ما دستورهای قابل توجه داشتیم در پرتو نظام دموکراتیک و همکاری همکاران به امدلی ما به هیچ وجه صلح صورت نگیره که با دستاوردهای ما را زیر سوال ببره، صلح صورت نگیره که مردم افغانستان از اون ناراض باشه. ما در یک چوکات مشخص با توجه به معیارهای متعارف شورای عالی صلح طرفدار صلح هستیم. طبعا یک ضرورت هست و هر جنگ پایانش صلح هست. ما باید به یک نتیجه برسیم و با مخالفان مسلح حکومت از رای مسالمت آمیز، از رای گفتگو و گفت و شنود و مذاکره بیم، اما مطالبات من در اونجا محقق شد، مطالبات مردم افغانستان و مخالفین مسئله خود با اینمی چوکات ارزش های نوین حکومت ملت افغانستان خود میتونن عیار کنن، اینا هم وارد بازی های مشروع سیاسی شون. همونطور که در پیشنهاد صلح مطرح شده که طالبان میتونن با اون جریانی سیاسی به فعالیت کنن، اینا میتونه که در انتخابات های پیشروی در انتخاب پارلمان و ریاست جمهوری را که ما در پیشرو داریم به در واقع خود کاندید کنن، رای بیارن و در چوکات مشروع و قابل قبول که هم از طرف حکومت افغانستان، از طرف ملت افغانستان، همکاران به امدلی ما در واقع او مشروع داره و قانونی. د ډاکټر صاحب عبدالله ویره په څه کې ده چې دوی ویلي چې حکومت کې څو کسان له طالبانو سره د پردې تر شا معاملې ونه کړي؟
خب طبعا رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان هم به صراحت اعلان کردن که نباید هیچ کسی بخواهی که در پشت پرده مذاکرات صلح ادامه بیته و بیا با مو ارزش های ما در واقع ارزش های ما را به معامله بگیره. طبعا این اجازه به کسی داده نمیشه و رئیس جمهوری امر خواست از کنشگران سیاسی ایمان که هیچ کسی اما تصمیم از این کار نگیره به دلیل از این که صلح یک ضرورت ملی است و این نیازمند از است که ما در روشنایی قوانین و همون معیارهای متعارف شورای عالی صلح و طرف دیگر مطالبات مردم افغانستان صلح کنیم، صلحی که خلاف خاص مردم باشه، صلحی که یک مردم از او حمایت نکنه. طبعا باز ما را به نهایت کار نمیرسانه که ثبات و آرامش و امنیت در پی داره. این باز شاید از این هستیم که یک جنجال جدید خلق میشه در شرایط افغانستان و او دلیل ایجاب میکنه که ما با مشوره مردم افغانستان همونطور پیشتر اشاره کردم. مایسم صاحب ده سولی ده طرح پاره چه ده ملی اولی ده حکومت با مشوره و اصلوال و طالبان و تاورندش و ده طرح که ده اجرای رئیس پرون هم تریخ بل ملتر وکر مشوره اخیستل شویدی دو دوی نظریت هم اخیستل شوید دوی ده هم پا ده طرح که ونده ورکل شویده. طبعا طبعا رئیس جمهوری جمهوری اسلام افغانستان در جریانی و تدوینی پیشنهاد صلح بودن، طرح صلح که آماده شدن در آخر هم یک بار اونا مرور کردن و ایره تایید کردن از جانب ریاست شورای جمهوری اسلام افغانستان هم قابل تایید هست. اما ما تلاش مایی است که با قضای صلح هم با وجود از این که بسیار از فرصت های خوب در واقع فرارای مخالفین مسلح حکومت با توجه به طرح جدید صلح فراهم شده، یعنی از این فرصت ها باید اونا استفاده کنه، اما نباید فراموش کنیم که ما باید محتاطانه حرکت کنیم. حرکت ما به گونه‌ای نباشه که یک شک جدید ایجاد شود در کنار در بین مردم افغانستان، در بین اقشار مختلف، نهادهای مدنی، جامعه زنان، احزاب سیاسی که فعلا فعال هستند. ما صلح میکنیم با حفظ ارزش‌هایمان، ما صلح میکنیم با صلح با عزت، با مشهوری طرفهای مختلف مردم افغانستان. اگر ما اشاره کردم که صلحی که باز یک اجماع ملی در وجود نداشته باشد طبعا یک مشکل جدید بروز میکنه و او هدف را که ما تعقیب میکنیم، دنبال میکنیم، به او نمیرسیم. طرح طرح رو دقیق طرح اسلوال و طالبان و لخوا هم رد شوه، اما او طالبان و هیچ شین زراخ په دغه برخه کې ونه خوده، یعنی خلک هم ناهیل کړل. ممکن حکومت دې ته خوشبینه ووسی چې دغه په دغه طرحه باندې ممکن وسلوال طالبان غور وکړي، فکر وکړي، وروسته به ځواب ورکړي. اما طالبان ویل چې دغه طرحه د دوی پر وړاندې یوه دسیسه ده، او په دغه طرحه کې هغه څه چې د طالبانو یو له مهمو غوښتنو و چې امریکایي او نړیوال ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي، دې ته اشاره نه ده شوې. فکر کوي دغه وړاندیز د حکومت لخوا د منلو وړ ووسی؟ ببینین شاید زود باشه که ما کاملا قضاوت کنیم، میگذاریم باز هم قضاوت را به زمان، به مرور زمان شاید این مسئله واضح شود که طالبان 100% رد میکنه، 100% مخالفت میکنه، یعنی اونا امو خوشبینیش نسبت به طرح صلح حکومت ملت افغانستان ابراز میکنه. اما آنچه که مهم است برای ما تامین صلح و ثبات در کشور ماست و ایده هم طبعا ما دو تا رویش را در پیش داریم. رویش نخست ما استقرار صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو است. تلاش مایی است که از راه مسالمت آمیز، اما قاعده برد برد، ما چند تا قاعده بازی داریم که برد باخت است، باخت باخت است، برد برد است. ما باور مایی است که راه مسالمت آمیز میتونه که اما قاعده برد برد احتوا کنه، به این معنا که هم حکومت ملت افغانستان میتونه با مطالبات مشروعش در چوکات قوانین نافذه کشور نایل به او برسه و هم مخالفین مسلحی که اینا هم مطالبات مشروع داره میایه بس رهگذر یک بازی مشروع سیاسی، رقابت های سالم میتونه که با اهدافشان، با خواسته و مطالباتشان برسه. اما رویش نخست ماست که میخواییم تلاش مایست که از رای مذاکره و گفتگو. اما نباید رو فراموش کنیم که نیروهای دلیر امنیتی ما مخالفین مسلحی که به خشونت ادامه بتن، اونا جنگ بر ما بخواید، تحمیلی
جنگ که از سالها به این طرف ما تجربه میکنیم به این ادامه بیتر طبعا ناسازوار نابودی هستند. دشمنا نیروهای دلیر امنیتی ما، دشمنان بشریت، دشمنان دین و دیانت مردم افغانستان در هر جای افغانستان با سرکوب میکنه. خاص ما مخالفین مسلحی است که از رای جنگ همونطور که یک کنیم ده هم ما شاهد بودیم که اینا به یکی از اهداف استراتژیکشان نرسیدن، مگر اینکه در کوههای افغانستان مورد هدف قرار گرفتن و نابود شدن. بنابر این ضرورت است که بیایم از رای صلح، از رای مشروع گفتگو بیم به نتیجه برسیم. هم اونا با مطالباتش مشروعشان برسه و هم حکومت ملت افغانستان شاهد صلح و ثبات و آرامش امنیت باشه که ضرورت بسیار بسیار جدی است و تمامی مردم افغانستان طرفدار همونطور یک وضعیت است. میسم صاحب دویمه تګلاره مو صدا چې تاسو ویل چې لمړی تګلاره د سولې تګلاره ده چې دغه طرحه یې وړاندې شوه، دویمه تګلاره په اړه وایي که چیرې وسلوال طالبان دغه طرحه ونه مني حکومت څه پلان لري؟ ببینین یکی از کارویژه‌های اساسی حکومت دفاع از تمامیت ارضی، از جان و مال و عزت و شرف ملتش است. هر حکومتی که باشه یک از مسئولیت‌های ما است. ما تلاش میکنیم که با مخالفین مسلح حکومت قانع بسازیم، فرصت‌های فراوان را در اختیار از اونا قرار دادیم. ممکن تاسو وړاندې هم وکتل د سولې دغه پروژه چې اوس خلک اکثر خلک ورته دي ته پروژه وایي چې په میلیاردونو ډالر کال کې لګښت لري، دا نتیجه ورنکړله؟ په تیرو لسو کلونو زیاته موده وشوله چې وسلوال طالبان اصلا دغه د سولې پروسه نه مني چې راشي دوی د سولې له پروسې سره یوځای شي. اوس چې دغه ټول وړاندیزونه شوي ده، ممکن که چیرې بیا هم دا د وسلوالو طالبانو لخوا چې دوی تر اوسه پورې هیڅ شین څراغ نه دی ښودلی، یو دا د ځان دپاره دسیسه بللی ده، که چیرې رد شي بیا هم حکومت په همدغه تګلارې پر وړاندې؟ من خدمت شما عرض میکنم که ما مسئولیت داریم که از جان و مال و عزت و شرف مردم افغانستان دفاع کنیم، از تمامیت ارضی دفاع کنیم. در صورتی که اونا باز هم با وجود از اینکه قدر فرصت ها را حکومت ملت افغانستان در اختیارشان قرار داده، یک انعطاف بسیار بسیار قابل توجه از خود نشان داده، اگر اونا هنوز هم میخواهند که به خشونت ادامه بده، اونا هنوز هم میخواهند که به جنگ ادامه بده، طبعا باز ما مسئولیت داریم که اینا را در جای جای افغانستان نابود کنیم. و او زمان ما از همکاران به ایمللی ما هم جدا میخواهیم که نیروهای دلیر امنیتی ما رو بیشتر حمایت کنه، حکومت ما رو بیشتر حمایت کنه، تقویه کنه، تا اینکه دست به دست هم بیاییم دشمنان بشریت که امروز منافع مردم افغانستان بالفعل به مخاطره مواجه کرده. ما متاسفانه در خط مقدم نبرد با اینا قرار داریم، هر روز قربانی میتیم، اما بگونه بالقوه اینا تمامی ملتها و کشورها را منافعشان را به مخاطره مواجه کرده. اینا در واقع تهدیدی مشترک همگانی منطقی و جهانی است. در او زمان باز خاص ما از کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان و جهانی خواهد بود که اونا با دست به دست هم بتیم یا در هر جایی که هست یا باید نابود شو. کور مادن من نه کوله تاسو نه کوندی قدرمون لیدون کو امید میسم د اجرای ریاست د ویان راسیال مسره په استودیو کې و من نه کوله دوی څخه. با سلام مجدد، مرسل منصوری هستم. تا یک ساعت دیگر برنامه با شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد از طالبان مسلح می خواهد تا حاضر به گفتگو برای تامین صلح با حکومت افغانستان شود. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید به طالبان اجازه داده نشود تا شانس صلح را از دست دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشست در مورد افغانستان داشت. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست بیان داشت که بعد طالبان اجازه دادن نشود تا شانس صلح را از دست دهند. بیش از این باید به طالبان اجازه داده نشود که شانس صلح را از دست دهند، چنانچه در گذشته از دست دادند. وی در واکنش به ادعای برخی مقام‌های پاکستانی که گفتند هراس افغانان در کمپ‌های مهاجران افغان ان، بیان داشت که هراس افغانان در خارج از خاک افغانستان لا ندارند، اما اتهام آن به مهاجران افغان است. طالبان اخیراً دو بار از آمریکا خواسته که با آنان گفتگو کند، اما سازمان ملل متحد میگوید که گروه طالبان باید با حکومت افغانستان گفتگو کند، به دلیلی که یک طرف جنگ حکومت هستند.
طالبان استدلال می کنند که طرف مذاکره آنها حکومت افغانستان و دیگر گروه های داخلی این کشور نیست. اما آنها از یاد می برند که سالانه در درگیری نیروهای امنیتی افغان و طالبان هزاران افغان کشته و یا زخمی می شوند. صدای صلح را که رئیس به جمهور در برابر طالبان بلند کرد یک گام بسیار متحورانه و شجاعانه بود که از اونا خواست که بیا دفتر باز کو، بیا در کابل بشین، همراه همه طرف ها گپ بزن. یک کار گپ خوب است. همه از امی آب و خاک استیم، از امی وطن استیم، بیاین. با باور مقام ها در حکومت افغانستان، طالبان می توانند از راه سیاسی رأی شهروندان افغانستان را به دست آورده و از راه قانونی به حکومت برسند. به خاطر بحث بیشتر در این مورد آقای سید فاروق هاشمی فعال سیاسی در استودیو با ما هستند. آقای هاشمی خیلی خوش آمدید با بحث امروز برنامه آغاز روز. خیر باشین. سلام تقدیم شما، همکارانتان و بیننده های عزیز. چرا طالبان همواره طرف گفتگوهایشان امریکا میدانه، نمیخواهی که با رهبران حکومت افغانستان مصالحه داشته باشه؟ خب در این اواخر گفتگوهای صلح با طالبان هم از نزد آمریکا و هم از نزد پاکستان و افغانستان و همچنان خود طالبان هم پیشنهاد کردند که باید آمریکا با ما صلح بکند. در این اواخر رسانه ها هم بسیار زیاد از این طریق از این نوع گزارشات پخش و نشر میکنند که موجب بسیار از هموطنان ما را یعنی خیستاندن و به این وادار ساختند که آنها هم بخیزند در رابطه به این موضوع نظری داشته باشند. ولی مذاکرات صلح با طالبان بعضی از چالش هایی است که مانع از این مذاکرات می شود که ما اگر به سطح تحلیل فردی بگوییم، خود افغانستان هم یکی از حکومت افغانستان هم یکی از عمده‌ترین مانعی است که با طالبان صلح شود و همچنان احزاب سیاسی هم میتونه که مانع با صلح با مذاکرات با طالبان شود. و اگر به سطح تحلیل منطقه‌ای یا میانه ما بگوییم، کشورهای همسایه و همچنان کشورهای منطقه هم میتونه که باعث ناکامی مذاکرات با افغانستان یا با طالبان شود. و اگر به سطح تحلیل بزرگ یا جهانی بگوییم، جهان هم آمریکا و سازمان بین المللی و سازمان‌های بین‌المللی و همچنان بعضی از کشورهای اروپایی هم به می شکل اونها منافع خود را میپالند تا مذاکرات با طالبان صورت بگیره. بله. حالا نسبت به تحلیل اولی شما داشتین، گفتین که چون احزاب سیاسی در افغانستان زیاد است، میخوان که طرف مذاکرشان امریکا باشه. اما ما شورای به نام شورای صلح داریم. چرا احزاب بخواین مشکل ایجاد کنن وقتی از اینکه گفتگوهای صلح به چالش کشیده شود؟ خب ما اگر ببینیم از دوران حکومت کرزی هم تا به ایسو به یک شکل میخواین که مذاکرات با طالبان صورت بگیره، ولی همیشه فراراه از این صلح یا از این مذاکرات یا اپوزیسیون بوده و یا هم خود حکومت بوده و یا هم افراد و اشخاص بوده و یا خود طالبان هم، چون هر کدام به خود منافع خود را مد نظر میگیره و به پیش میره. مثلا اگر بگوییم که حکومت طالبان زمانی که میخواین صلح بکنن، حتما یک هدف داره در قبالش که صلح میکنن. اونها میخواین که با خود آمریکا به خاطر صلح بکنن، چون یکی از اهداف استراتژیک و تکتیکی آنها همین است که تا زمانی که با افغانستان اگر صلح بکنن، آنها میگن که این حکومت دست نشانده خود آمریکا است. به جای این که ما با خود حکومت یا دست نشانده آمریکا ما صلح بکنیم، چرا مستقیم با آمریکا مذاکره نکنیم تا بتوانیم در آینده امو بندی های اینها که در زندان ها هست اونا را هم خلاص کرده بتانن و در ضمن کدام پیشنهاداتی که از طرف حکومت افغانستان بر زینا میشه که گفتن باید به قانون اساسی افغانستان ارج بگذارن و همچنان از گروه های دیگر تروریستی اینها دست بکشن و بیان به افغانستان صلح بکنن. اگر در آینده آمریکا هم از افغانستان بیرون میشوه، بعد بر طالبان
باید یک جای یا یک موقف سیاسی باشد، چون بگویند که ما با حکومت افغانستان نه بل با حکومت آمریکا یا با آمریکا مستقیم مذاکره کردیم، بس بر امین اساس باید بر ما جای قائل شوند. در طالبان البته میخواهند که در افغانستان، یعنی طالبان همین را پذیرفتند که جایگاه آمریکایی ها در افغانستان بلندتر از جایگاه خودشان است. البته البته طالبان اینها را همه را پذیرفتن و میفهمند، همه دنیا میفهمند که اصل گپ همی است که آمریکا حامی هم تروریست است، هم طالب است و هم حامی حکومت است، بخاطر منافع و حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان است. چطور میتونه که خود آمریکا هم تروریست باشه هم مخالفش باشه؟ خب این قبلا هم بالای از این موضوعات اپوزیسیون صحبت کرده و همچنان حکومت هم بالای از این گپ ها صحبت کردن که طالبان خودشان هم میفهمند که، و ما شما قبلا در رسانه ها بعضی از تحلیلگران هم در این مورد پرداختن و گفتن که و ما شما هم میفهمین، حالا یک طفل افغان هم میفهمه که طالبان را کی حمایت میکنه و از طریق کی به اینجا به پیش میرفتن. اما سیاسیون و رهبران همواره میگن که پاکستان حمایت میکنه تروریستان و هرس افغانان، هیچگاه نامی از امریکا نبردن. خب پاکستان خودش مثلا امروز ما شما ببینین که پاکستان را بیشتر کی حمایت میکرد در سطح منطقه؟ خود آمریکا امیال اگر ما شما ببینیم تمامی مصارف را، اگر مصارف آیسای پاکستان را قبلا انگلیس می پرداخت، حالا مستقیم خود آمریکا از طریق CIA پرداخته می شود. پس این معلوم است که آمریکا، پاکستان هم دست نشانده یا آله دست آمریکا است. هر نوع که آمریکا بالای هر گپی را یا هر سخن را یا هر هدفی را که خود آمریکا داشته باشه، میتونه که بالای پاکستان یا توسط پاکستان بر افغانستان تحمیل بکنه. حالا این خاص طالبان که میخواهند نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان خارج شوند، بازم به کدام یک از این کشور برمیگرده؟ خواست پاکستان یا واقعا یک بازی دیگر آمریکا است؟ خب طالبان آمریکا خواستار منافع دراز مدت خود را یا امو خواستار کدام استراتژی یا پلان دراز مدت خود را که داره میخواهد که در افغانستان تطبیق بکنه، چی از طریق هر نوع تروریستان باشه، چی طالب باشه، چی داعش باشه و یا هم القاعده و نامهای گوناگونی را بر از اینا داده میتونیم. ولی آمریکا میخواهد که تمامی منافع خود را یا تمامی اهداف دراز مدت خود را از طریق طالبان قبلا میخواست که به پیش ببرن، حالا اندک اندک نزدیک شدن، میبینن که طالبان با کشورهای مثلا ایران هم صحبت کردن یا روسیه هم دست دادن، با اونا هم یک جا شدن. به می شکل حالا میخواهن که طالبان را از صحنه آهسته آهسته بیرون بکنه یا بکشننش با حکومت افغانستان، پس دوباره اونها را یک جای بکنه و داعش که جاگزین طالب شده میتونه پس دوباره آنها را رشد بدن و به جاگزین طالب بکنن. حالا در میان پاکستان روابطش با آمریکا چگونه است؟ آیا این خواست از پاکستان است که نمیخواد نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان باشه؟ طبیعی است، چون ما شما قبلا هم بحث کرده بودیم در این مورد و در همه رسانه های افغانستان هم بالای از این موضوع بحث می شود که طالبان امروز ببینین منافع خود را یا کدام کارهایی را که انجام می ده یا کدام پولی را که به دست میارن از کجا می کنن، یا مواد مخدر است و یا هم حامیانش امی ممالک منطقه است، و ممالک منطقه را که با شمول پاکستان است خود آمریکا اونا را تمویل می کنن. حالا آقای هاشمی، تا کنون حضور آمریکا و نقش پررنگ آمریکا در افغانستان همین جنگ طالبان بود، حالا به نظر شما چه چیزی باعث میشه که حضور پررنگ آمریکا در افغانستان باشه و بدون اینکه طالبان در افغانستان جنگ داشته باشه؟ خب ما قبلا عرض کردم حالا میخواین که داعش را جاگزین طالب بکنن، چون طالب ما گفتم که با ایران هم همدست شدن و هم با روسیه، پس بر همین اساس میخواین که داعش را جاگزین طالب بکنن. طالبان را حمایت میکرده، چطور شده که طالبان میخواد که با ایران و روسیه هم همدست باشه؟
خب قبلا امی پروژه بود از طالب یک پروژه بود. ما هم الان میگم قبلا هم گفتیم که طالب یک پروژه است، پروژه آمریکا بود و یا هم دست نشانده یا آله دست آمریکا که خود پاکستان است، یک پروژه پاکستان و آمریکا بود و در افغانستان میخواستند که در امو مناطق آنها را جاگزین بکنند، کدام اهداف آمریکا که یا کدام پلانها و برنامه هایی که خود آمریکا یا کدام فکری که خود آمریکا داره و در منطقه و جهان. مثلا یکی از بزرگترین کسی که با آمریکا میخواهد مبارزه بکنه و یا هم روبرو شود که ایران است و در ضمن روسیه است، چین است و همچنان هند است و بعضی از کشورهای دیگه است که با آنها مبارزه بکنن، با آنها روبرو میشن و از اول قدرت یا اول از قدرت نخست آمریکا را به دور بسازه. بس به می اساس اینجا جای را در افغانستان گرفت و طالب را جاگزین کرد تا اموکش یک تهدید باشه به با امی کشورهای منطقه و به خاطر به دست آوردن امو مقام نخست آمریکا در منطقه. بله، در حال حاضر فکر میکنین که آمریکا واقعا صلح در افغانستان تامین خواهد کرد در گفتگو با طالبان؟ البته نگرفتش. خب ما اگر بگویم دیروز آقای استاد عبدالرب رسول سیاف هم در سخنانش به حکومت افغانستان، البته حکومت افغانستان هم بعضی از گپا به خاطر طالبان داشتن، گفتن که ما باید یا حکومت افغانستان نباید به طالبان بعضی از کدام کمک هایی را که میکنه یا کدام امتیازاتی را که به طالبان قائل شدن اونا را بعد از این که طالبان آمد به حکومت افغانستان پیوست، بعد از او باید این کمک ها را انجام بدن، نه ای که قبل از این که تا اونها نپیوستن و برای اونا امتیاز قائل شوند. بر همین اساس ما هم گفته میتوانیم، چون اگر در افغانستان صلح می آمد، شما ببینید چند پیش ظاهر قدیر در خود پارلمان سیدی ها را بلند می کرد و می گفت که ما خود ما سند داریم در مقابل شورای امنیت افغانستان، که شورای امنیت افغانستان به داعش پول توزیع می کنه، به داعش کمک می کنه و همچنان اگر ما از شورای ملی پیشتر بریم ببینیم که والی خود دست نشانده خود امی آقای دکتر صاحب اشرف غنی که در پکتیا بود، خودشان خیستن و گفتن که از طریق شورای امنیت اینجا به داعش کمک می شود. اینها اگر خواستار صلح در افغانستان می بودن و یا هم ما شما می فهمین که یک حکومت را کی ساخته است، طریق کی ساخته شد، پس از طریق خود آمریکا ساخته شده این حکومت. و اگر آمریکا می خواست که در افغانستان صلح بیاید، چرا از طریق خود حکومت پیش نرفتن؟ حکومت را چرا میگه که شما داعش را کمک بکنین؟ و اگر آقای ظاهر قدیر دروغ میگه و یا هم والی خود پکتیا اگر آنها دروغ میگفتن، پس چرا آنها را به قضا معرفی نکردن تا معلوم شود که اصل گپ در کجا هستن؟ حالا به نظر شما صلح با طالبان برای افغانستان میتونه با این مشکلاتی که در پی می داشته باشه، عواقبی که داره، سودمند باشه یا اینکه گروه داعش جایگزینش باشه؟ خب صلح اگر با طالبان شوه یا با داعش شوه یا با هر گروه تروریستی صلح شوه، خداوند جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در برابرش افغانستان شاید مناطق خیر از دست بده. بله، شماری از مناطق از دست بده و جایگزینش یک گروه خطرناکتر بیاید. ما قبلا هم گفتم که صلح نه تنها با طالب و داعش، با هر گروه تروریستی که باشه باید صلح شوه و در افغانستان تا که امنیت نامده، صلح برقرار نشده، هیچ موضوع و هیچ کاری به پیش نمیره. بله، حالا اگر با طالبان صلح پیش بگیریم و صلح برسیم، حالا باز هم یک گروه دیگه به نام داعش در افغانستان میایه و همین گونه به جنگ ادامه میده، داستان افغانستان دوباره از سر گرفته میشه، این صلح میتونه به چه معنی باشه؟ خب ما قبلا هم عرض کردم تا وقت یا تا زمان کشورهای منطقه، که ما هم به صورت تحلیل منطقی قبلا براتون تحلیل کردم امی موضوع را، اگر کشورهای به مثل پاکستان و یا هم
که آنها میخواستند که باید صلح از طریق اسلام آباد به پیش بره و تا منافع خود اسلام آباد در اینجا نهفته و کدام اهداف مقاصد یا فکری که داره بالای افغانستان تطبیق بکنه اسلام آباد به خود میکشانه صلح را. و همچنان کشور ترکیه و قطر که یکی از دفترها هم در آنجا باز شد که بعدا سعودی هم در این راستا خواستار بود و ازبکستان و قزاقستان هم به می شکل خواستار مذاکرات صلح با طالبان بود که باید افغانستان را هر کدامشان باید مهمانی را با خود بگیرند تا امو موقف را یا امو کدام امتیاز را با خود کسب بکنند. در اینجا مسائل منطقی هم وجود دارد، مسائل فردی یا اپوزیسیون هم بعضی ها می خواهند که اگر طالبان بیایند شاید پشتون ها تقویه شوند و یا هم اگر داعش بیایند شاید برادران شیعه ما ضرر ببینه و یا هم اگر به می شکل گفتگو بگومگوهای زیادی در افغانستان وجود دارد که امی تمامی مشکلات فراراه صلح و مذاکره با طالبان و دیگر گروه های تروریستی هستند. بله، حالا به نظر شما افغانستان باید قبول بکنه که طالبان با امریکا صلح بکنن یا در گفتگوهای صلح باز بکنه؟ خب افغانستان به همون قدر که ما خواهان مذاکره و به همون قدر که ما مخالف طالبان و یا داعش و یا دیگر تروریست ها هستیم، همون قدر ما خواهان صلح با طالبان و مذاکرات که بین داعش شوه و یا هم طالب شوه و یا دیگر گروه تروریستی شوه. حالا منظر شما باید رضایت نشون بده که طرف گفتگوش امریکا باشه و میتونه سود داشته باشه بر افغانستان. خب بر افغانستان که هر موضوع یا هر بخشی که به افغانستان سود آور باشه یا سود داشته باشه ما خواهان همون موضوع هستیم، چی از طریق امریکا باشه، چی طریق از طریق افغانستان باشه و یا هم چی از طریق خود ملت و مردم افغانستان باشه. حالا صلح را که امریکا با طالبان پیش میگیره، آیا خواست مردم افغانستان در او نهفته خواهد بود؟ خب چون طالبان خودشان امی پیشنهاد را کردن و میخواهند که با امریکا صلح بکنن، اگر در افغانستان امن میه و امنیت افغانستان خوبتر میشه و مردم طبیعی است که در این خوش است، چون افغانستان مردمش نه طالب میخواه و نه امریکا میخواه و نه حکومت را میخواهند، اونها امن میخواهند، میخواهند فعلا که در امن قرار داشته باشه، زندگیشان در امنیت باشه و به امن در و از هر طریقی که امنیت میه به افغانستان مردم افغانستان هم به مشکل راضی خواهند بود. ممنون از حضور شما آقای هاشمی در بحث امروز برنامه آغاز روز. سلامت باشین. بیننده های عزیز از امروز شما تا این دم ممنون. تا لحظات دیگر دوباره همچنان هستیم. باز هم خوش آمدید. آقای سالم محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ با ما هستند تا در مورد آمادگی های جشن نوروز بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای خلیق سلام، صبح شما بخیر. میشه در این مورد بر ما بیشتر بگوین که چه آمادگی های در نظر گرفتین با نهادهای مسئول دیگر در این مورد؟ با عرض سلام و درود خدمت شما، در ارتباط با جشن نوروز البته آمادگی درست گرفته شده، کمیسیون ولایتی فعال است و در این کمیسیون جلسات برگزار میشه و همچنان وظایف مشخص برای 8 کمیته کاری داده شده و در این کمیته ها کمیته فرهنگی که در رأس این کمیته من قرار دارم کارهای خود انجام دادیم و در این کمیته چیزهای برنامه های تدابیری گرفته شده و برنامه هایی که ما گرفتیم شامل برنامه های فرهنگی و هنری هست که برنامه های فرهنگی و هنری ما شامل کنسرت ها هست و همچنان جشن سمنک پزان و سفره افسین که به صورت رسمی برگزار میشه در سن مقام ولایت و
برافراشتن علم مبارک حضرت علی کرم الله وجهه در سن آرامگاه روضه مبارک است و به قسم جشنواره‌های شعر است و داستان و مشاعره است، نمایشگاه‌های فرآورده‌های فرهنگی آتشبادی در شب اول جشن نوروز و امثال از این برنامه‌ها در پلویش اتن ملی و چوبک بازی و موسیقی که در روز اول نوروز برای مهمان ها نمایش ها برگزار میشه و نمایش های تئاتری هم روزای نوروز داریم. برای 40 روز گل سرخ در برنامه های ما ورزش های ملی هم در نظر گرفته شده، مثل بزکشی و پهلوانی و امثال از این ورزش های دیگه که بین تیم های مرکز و همچنان بین تیم های مرکز ولایت بلخ و بین تیم های ولایت ها برگزار میشه. بله آقای خلیق، دیگر چه برنامه های تازه‌ای نسبت به سال گذشته روی دست گرفتین تا برای جهانیان نشان دهنده فرهنگ مردم افغانستان باشه؟ بله متاسفانه سوال ما رو نگرفتن، من دوباره تکرار میکنم که چه برنامه های تازه نسبت به سال گذشته برای خاطر برگزار جشن نوروز در نظر گرفتین تا اینکه به جهانیان نشان بده که فرهنگ مردم افغانستان چه است در این روز؟ خب در ارتباط به جشن نوروز امسال برنامه هایی که در سال گذشته داشتیم گسترده تر گرفته شده، در قالبش بعد نمایشنامه ها که از طریق گروه تئاتر راه اندازی میشه هم شامل شده، یعنی برنامه های ما هم فراگیرتر و هم گسترده تر شده که ما میتونیم بگویم که جشن نوروز واقعا باعث یک جشن ملی و تمدنی مردم های افغانستان، این برنامه میتونه برای جهانیان معرفی کنه و همچنان برای مهمان های ما که از بیرون از کشور میاین و از جشن دیدن میکنن، ما برنامه های متنوعی هم قسمی که پیشتر گفتیم در نظر گرفتیم که معرف فرهنگ و هنر سرزمین ما هست. بله حالا از مهمانان یادآوری کردین، میشه بگوین که مهمانان از کدام کشورها خواهد بود؟ مهمان ها طبق معمول از کشورهای همسایه، از ولایت های همجوار ما، از ولایت های همجوار کشورهای همسایه مثل ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و همچنان از کشورهای همسایه کشور ما از ایران و پاکستان و نمایندگی سیاسیشان از این کشورهای دوست، از مرکز و از خود مزار شریف خواهد بودند. بله فکر میکنید که ناامنی باعث مانع برگزاری این جشن شود؟ نه، به خاطر اینکه در جشن نوروز مثل هر سال امنیت عامتان گرفته شده و یک کمیته به نام کمیته امنیتی در این عرصه فعال است که او آمادگی خود دارن و اطمینان دادن برای مردم افغانستان و مهمان ها که برای جشن نوروز هر گونه آمادگی امنیتی گرفته شده و هیچ گونه تشویش و نگرانی در این عرصه وجود نداره و امسال ترتیبات امنیتی نسبت به سالهای گذشته بهتر و خوبتر است. بله از اینکه تاکنون سرنوشت والی بلخ مشخص نیست، فکر میکنید که برای بلند کردن پرچم مولا علی که حاضر خواهد شد و چگونه خواهد دایم مانند هر سال خواهد بود؟ در این عرصه هم هیچ مشکل وجود ندارد، مثل سالهای گذشته والی محترم بلخ و همچنان مهمان هایی که از مرکز می در برافراشتن علم مبارک نقش خواهد داشتن و سهم خود ادا می کنند. بله بانوان در برگزاری این جشن چقدر نقش دارن و چقدر می توانند که حضورشان این جشن پر جوش بسازن؟
تقریبا ارسال تعداد بانوانی که در صحنه لوی شرکت میکنن برای مراسم تقریبا نیم از مردم را تشکیل میده و یعنی شرکت بانوان در مراسم خیلی گسترده است و همه قسم برای پذیرایی میمانا و در تمام کمیته ها یا نقش خود دارن و بانوان در ولایت بلخ واقعا در تمام عرصه ها فعال هستن و در جشن نوروز هم سهم بیشتر میگیرن. بله، ولایت بلخ تا چند روز میزبان مهمانان از ولایت ها خواهد بود؟ معمولا یک هفته پیشتر آمد شروع میشه آمد مهمانان و در سه روز پیش ازدهام مهمانان بیشتر میشه و ما مثل ارسال امیدوار هستیم که امسال هم در جشن نوروز و در روزهای گل سرخ در حدود 1 میلیون نفر مهمان از بیرون کشور و از داخل از ولسوالی های بلخ و همچنان از ولایت های کشور از گوشه و کنار کشور باشیم. بله، حالا برای بیجا شده های ولایت سرپل و ولایت های همجواری که به بلخ سرازیر شدن و همچنان اشخاص فقیر دیگری که نمیتونن از جشن نوروز به خوبی استقبال بکنن، چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده از سوی ولایت؟ در ولایت بلخ البته برای بیجا شده همیشه برنامه‌ای وجود داره و برای مواظبت از ما برنامه برای مواظبتشان وجود داره. او هم میتونه مثل دیگه هموطنان ما از این مراسم دیدن کنن و استفاده کنن از فضا و هوای نوروزی بلخ. بله، تشکر از شما، موفق باشین آقای خلیق. و در ادامه مروری داریم بر روزنامه های چاپ کابل که به دسترس ما قرار گرفته. در ماندگار چنین نوشته شده: تا زنده هستیم کشور را کسی تجزیه نمیتواند. استاد سیاف در واکنش به طرح آقای حکمتیار این حرف را بیان داشتند. احمد ولی مسعود گفته مشارکت و همدیگر پذیری تنها راه حل است. استاد محقق گفته که مناطق مرکزی از حصار بیرون شوند. حرفایی هستند که در مراسم دیروز گفته شده و همچنین شرح بیشترش در صفحات بعد این روزنامه نیز به چاپ رسیده. سال هشتم شورا با کدام مجوز قانونی؟ و در این میان موضوعی که در صفحه نخست سرخط شده بود شرحش به خانش میگیرم. از چهارمین سالیاد در گذشت مارشال محمد قصی فهیم از فرماندهان جهادی و معاون ریاست جمهوری حکومت پیشین در یک مراسم ویژه با حضور سران جهادی، سیاستمداران حکومت وحدت ملی و حکومت پیشین، مقامهای بلندپایه حکومتی و هزاران تن از شهروندان در کابل گرامی داشت شد. سخنران این مراسم از مارشال محمد قصی فهیم به عنوان چهره ای یاد کردند که همواره در کنار مردم بود و تا آخر عمر در مسیر دین و وطن گام گذاشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیامی که برای مراسم فرستاده بود گفت مارشال فهیم یکی از چهره های نامداری است که نام یادش در تاریخ معاصر کشور ما به جاودانگی ثبت شده است. تعهد بزرگان عامل ماندگاریشان است. محمد اشرف غنی با بیان این که میزان تعهد بزرگان سبب ماندگاریشان می شود می گوید مرحوم مارشال فهیم یکی از شخصیت های عیار و نامدار این سرزمین بود. و همچنان موضوعاتی که دیگر اشتراک کنندگان در این نشست بیان داشتند به ترتیب در این روزنامه به چاپ رسیده است. در صفحه اخیر هم موضوعات خارج کشور که مربوط افغانستان میشه نیز نوشته شده. آلمان به افغانستان نیرو میفرستد. کابینه حکومت آلمان فدرال با تصویب چند ماموریت اردوی فدرال این کشور افزایش شمار سربازان در افغانستان را نیز تایید کرد.
کمیسر امور صلح کلیسای پروتستانت آلمان این تصمیم کابینه را شدیداً انتقاد کرده است. کابینه فدرال آلمان روز چهارشنبه ماموریت بعدی سرباز این کشور را در عراق تمدید، 5 ماموریت خارجی دیگر اردوی آلمان را به تصویب رساند و بر اساس پیشنویس این قطعنامه وظایف سربازان آلمانی در چوکات ائتلاف بین‌الملل علیه نظامیان تروریست دولت اسلامی در عراق به طور قابل توجه تغییر می‌خورد. حمله انتحاری در کابل دست کم 9 کشته بر جا گذاشت. در حمله انتحاری در کابل دست کم 9 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. صدها تن دیروز برای بزرگداشت سالروز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت ملی جمع شدند. حمله ساعت 11:30 قدر نزدیکی همین گرده همایی رخ داد. مقام های پلیس می گویند که حمله زمانی رخ داده است که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و یکی از رهبران حضرات در حال سخنرانی بودند. با همچنان روزنامه آرمان ملی هم به دسترس ما قرار گرفته است. در این روزنامه نوشته شده که برگزاری نمایشگاه حجابی چادری ها فرشتند در ولایت بلخ برگزار شده است. مارشال فهیم مردی بود که افغانستان را از تجزیه نجات داد. ظاهراً که در تمامی صفحات روزنامه‌ها در مورد برگزاری بزرگداشت سالگشت شهادت مارشال محمد فهیم نوشته شده. پاکستان کشوری که انزوا را تجربه می‌کند. موضوعی است که شهرش را به خانش می‌گیرم. در جهان هیچ کشوری به اندازه پاکستان ماجراجو نیست. کشوری که از همه تم و توقع دارد مگر با هیچ کشوری صادق نیست و در هر ناهنجاری برای خود بسترسازی می نماید تا بهره گیرد. حیات 73 ساله این کشور یک حیات طفیلی است. افغانستان نسبت به هر کشوری دیگر از ماجراجویی های پاکستان رنج برده و درد کشیده است. حوادث 4 دهه گذشته در افغانستان که با تجاوز ارتش سرخ به این کشور آغاز شد، فرصت زیادی را نصیب پاکستان ساخته است. و همچنان موضوعات بعدی که در این روزنامه نوشته شده خارج از کشور و اقتصادی هست. آمریکا برای دریافت اطلاعات از رهبران طالبان پاکستانی جایزه تعیین کرده است. آمریکا گفته که برای دریافت اطلاعاتی که با پیدا شدن مکان ملا فضل‌الله رهبر طالبان پاکستانی و دو رهبر دیگر جنگجویانی که گمان می‌رود در پاکستان باشند منجر شود، پاداش چند میلیون دلاری را پیشکش می‌کند. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت که پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای دریافت اطلاعات در مورد فضل‌الله پیشکش می‌کند. در بیانیه همچنان آمده است که ایالات متحده پاداش تا به 3 میلیون دلار را برای دریافت اطلاعات دو رهبر دیگر وابسته و تحریک طالبان پاکستان به نام‌های عبدالولی از گروه جماعت احرار و منگلباغ از گروه لشکر اسلام تعیین کرده است. افغانستان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات نگرفته است. بدون شک مزاری یکی از مردمی ترین رهبران معاصر است که در این مورد در این روزنامه آرمان ملی به نشر رسیده. همچنان آرمان ملی در با مزرعت 8 صبح هم به دسترس ما قرار گرفته. در صفحه نخست 8 صبح نوشته شده سازمان ملل متحد گفته اکنون نوبت طرح صلح طالبان است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را که به گفته او میتواند منجر به پایان جنگ شود بپذیرد. رئیس جمهور غنی بعد تازگی در نشست دوم پروسه کابل طرح جدید صلح را برای آغاز مذاکرات بدون پیش شرط مبتنی است به طالبان ارائه کرد. تاداماچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بررسی اوضاع افغانستان گفت پیشنهاد مذاکره روی میز است. حالا طالبان مسئولیت دارند تا پیشنهادشان را ارائه کنند و مذاکرات مستقیم با دولت را به منظور گذاشتن نقطه پایان بر رنج مردم افغانستان آغاز کنند. چرا از شر این پارلمان خلاص نمی‌شویم؟ موضوعی است که در این روزنامه تعقیب شده و به چاپ رسیده. محقق با غنی گفته طرح جامعه امنیتی هزارجات را تا بهار روی دست گیرد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در مراسم گرامی داشت از 23 سال روز ترور عبدالعلی مزاری در کابل صحبت می‌کرد. از حکومت خواست که طرح جامعه امنیتی هزارجات را تا بهار پیش رو روی دست گیرد. آقای محقق افزود که آنان این طرح را مدت ها پیش با ریاست امنیت ملی
در میان گذاشتند، ولی حکومت هنوز آن را به دلایل نامعلومی عملی نکرده است. بر اساس این پلان که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در تشکیل شامل است، 15 پلیس‌والی جدید، یک لوای اردوی ملی با 8 کندک در هزارآجات ایجاد شده و 2 تا 3 هزار پلیس در این مناطق جابجا می‌شوند. سیما سمر گفته حضور زنان در صف نیروهای امنیتی ضروری است. موضوعات بعدی هم در این روزنامه به چاپ رسیده. رؤسای جمهور تاجیکستان و ازبکستان با هم دیدار کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و مقامات بلندپایه این کشور در فرودگاه شهر دوشنبه از آقای میرزاوف هیئت و همراهش استقبال کردند. در مسیر حرکت او از فرودگاه دوشنبه تا کاخ ملت یا کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان، هزاران دانش آموز با گل و پرچم در دو کشور بر خاطر رئیسان جمهور دو کشور صف کشیدند. به نقل از بی بی سی، در مراسم استقبال از رئیس جمهور ازبکستان در کاخ ملت که روز گذشته برپا شد، 21 گلوله توپ شلیک شد. این نخستین سفر آقای میرزاوف به تاجیکستان از زمان در دست گرفتن زمام قدرت در ازبکستان و 1.5 سال پیش است. روزنامه های بعدی هم در دسترس ما قرار گرفته، و اما مهمترین های که به خوانش گرفتم همین ها بودند. و برنامه آغاز روز در همین جا به پایان رسید.